بینندگان عزیز، با سلام خدمت شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز جمعه 24 مهر 1394 و 16 اکتبر 2015 میلادی با هم هستیم، اوقات بهتری رو داشته باشیم. برنامه رو شروع میکنیم. برنامه هست سربی با مردم از شرق آمریکا، واشنگتن، پایتخت آمریکا، یا به قولی پایتخت دنیا با شما هستیم و شما میتونید با شماره تلفن 202-695-2573 تماس بگیرید یا با ایمیل info@mardomtv.com یا mardom@mardomtv.com تماس بگیرید و پرسش ها، نظرات خودتون رو با ما هم در میون بذارید و سهیم و شریک بشید. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای دکتر نصر احمدی خواهیم بود. این آخرین برنامه هست که دوستان حمایت کردن. اگر مایل هستید برنامه ایشون ادامه داشته باشه، لطف کنید با ایشون تماس بگیرید یا با ما تماس بگیرید، حمایت کنید، سپانسر بشید به قول معروف، تا این برنامه ها ادامه پیدا کنه. و اما آقای حسن ارشاد ساعت 4 بعد از ظهر از ایران، باز هم در محفل، این کلمه محفل بعض وقتا خوبه ولی بعض وقتا تا بگی محفل فکر اون فرقه و کالت و سکت و اینها در مغز آدم میاد. خلاصه اینها در نشست هایی که گویا صبحهای دوشنبه یا روزهای دوشنبه در اونا میگن مسنجر پلتاک، در این اتاقهای پلتاک برقرار میکنن، نظراتشون رو میگن. شماها هم میتونید نظرات اینها رو بشنوید و در کمال احترام با یکدیگر تأمل کنید، تحمل کنید و بعد قبول کنید یا رد کنید. وقتی قبول کردید میتونید بهشون بپیوندید، وقتی که رد کردید میتونید اونها رو به چالش بطلبید و با اونها مناظره کنید تا دیگران صدای شما رو بشنوند و اجازه بدید که مردم قضاوت کنند. در رابطه با به چالش طلبیدن، ویدیوی یکی از دوستان رو که من روی فیسبوک هم گذاشتم روز چهارشنبه، آقایی به نام ابراهیم خاکی شاه مروند که لور هستن ایشون و من قبلا هم ویدیوهای ایشون رو دیده بودم، خیلی قشنگ صحبت میکنن، راحت صحبت میکنن. دوستان، من خودم بارها گفتم اگر سربی میتونه این کار رو انجام بده، شما از خودتون بپرسید خب چرا من نمیتونم. ولی حقیقتش یکم کار مشکلیه، ولی هیچ مشکلی نیست که آسان نشه و با تمرین به اصطلاح برطرف نشه. این دوستمون وقتی که من باهاش تماس گرفتم مدت‌ها پیش، گفتم شما قبلا تو رادیو تلویزیون چیزی بودید که اینجوری قشنگ راحت صحبت می‌کنی، گفت که نه، من یه جایی کار می‌کردم که باید به اصطلاح هر روز هر هفته جلساتی داشته باشم برای دیگران صحبت کنم و من وقتی برای دیگران صحبت می‌کنم یا در حضور افراد، به قول معروف دست پاچه نمیشم، خیلی راحت خودم هستم. شاید بهترین دلیلی که بشه خوب صحبت کرد این باشه که آدم خودش باشه و کسی دیگه ای نباشه. شما اکثر این گوینده های رادیو تلویزیون رو اگه ببینید، توی برنامه ها یک کسی دیگه ای هستن، توی مهمونی ها، توی خیابون، توی فروشگاه یه شخص دیگه ای هستن و اینا اکثرا نقش بازی میکنن. اونایی که نقش بازی میکنن حتی ثابت شده، اونایی که مثلا کمدین هستن یا خیلی به نظر تو تلویزیون و این ور اون ور خوشحال میان، در زندگی حقیقیشون اکثرا دیپرس هستن، افسرده هستن، دو شخصیتی شدن. ولی وقتی شما خودت باشی، من همینم که هستم، امشب به جا مهمونی هم دوستان میگن آقا شما همین هستی، میگن من همینم که هستم. آمریکایی‌ها میگه که what you see is what you get، یعنی همینی که میبینی. ولی چرا میخوام امروز درباره این دوستمون صحبت کنم و چرا من به ایشون گفتم که من شما رو به چالش میطلبم، امیدوارم که ناراحت نشید. البته خب ایشون هم اون خون لوری و اون قد بودن و اینها، فوری گفت من اصلا اسمم چالشه. گفتم آقا کتابیا، منظور من دعوا و مناظره و اینها نیست، منظور من اینه که من اشکالاتی که در ویدیوی شما، در صحبتهای شما میبینم، به نظر من این رو میگم، بعد شما لازم نیست همون موقع برگردی یا فوش بدی یا قبول کنی یا ایراد بگیری. با
برو دو روز شنبه و یه شنبه درباره گفته های من فکر کن، اگه دیدی سوربی ناحق میگه دوشنبه یه ویدیو درست کن که سوربی ناحق میگه، اون رو هم من برات مجانی پخش میکنم، چون ما همه دنبال چی مجانی هست. ولی اگر دیدی سوربی درست میگه، واقعا مثل یک لور، مثل یک شخص غیوب، مثل یک انسان باشرف، بیا بگو بابا درست گفت سوربی، و من توی یک شور و هیجانی گیر کرده بودم که متوجه نمی‌شدم. چه خوب شد که این از بیرون، درسته که ماهی میگیم طرف بیرون نشسته میگه لنگش کن، ولی باور کنید همون موقعی که بعضی وقتا این مربیای کشتی، مربیای تنیس از بیرون داد میزنه مثلا سمت راست مواظب باش یا این فلان، اون کمک میکنه که طرفی که اون وسط توی این مسابقه، توی این گود کشتی، توی این دوشک کشتی، روی این دوشک کشتی هست، به اصطلاح بتونه کارش رو درست انجام بده. حالا صحبت من درباره ویدیوی این دوست نازنینمون آقای ابراهیم. ببین آقای ابراهیم، خیلی ها مثل شما دلسوخته هستن، خیلی ها عاشق ایران هستن، لازم هم نیست شعار بدیم، خیلی ها مثل شما یه تنهایی دارن و یه اینجا بهش میگن هومسیک. من نمیدونم اصلا شما تو کدوم کشور هستید، شاید باید بیشتر دقت کنم اون بغل مثلا یه جایی نوشته باشید، نمیدونم. هومسیک یعنی قربت زده شده آدم. خود من دلیلی که آمدم تو کار تلویزیون اینها اینه که شما وقتی میرفتی کالیفرنیا رادیو میچرخوندی، یه دفعه یه صدایی که میمد صدای فارسی بود همونجا نگهش میداشتی، برای که این صدای آشنا بود. همینجا یه برنامه رادیویی بود شنبه ها، وقتی کانال تلویزیون میزدی میچرخیدی، یه دفعه آمد دیدیم دو نفر نشستن فارسی صحبت میکنن اینا. از همون موقع ما دیگه این به اصطلاح غربت زدگی خودمون رو به این صورت مداوا میکنیم، چون یه مرض دیگه. شما مثل این که یه تیکه از وجودت رو گرفته باشن، مثل این که وقتی پدرت فوت میشه میری سر قبر، میدونی که بابات اونجا میگه پوس و استخون شده خاک رفته، ولی باز برای خودت این یه مداوایی هست. حالا شما میشینی جلو تلویزیون، جلو دورمی، یه ویدیوی میذاری درست میکنی، این ویدیو رو هم میذاری رو فیسبوک، به گفته خود شما روزانه 200 تا 300 نفر هم میان لایک میزنن. اولا شما به من بگو که مگر فیسبوک حق انتخاب لایک یا دیسلایک رو میده؟ دوست دارم یا دوست ندارم؟ اونی که کشته شدن یه آدم رو تقبیح میکنه میزنه لایک، یعنی خوب شد این ویدیو رو گذاشتی. اونی که روانی کشته شدن یه آدم رو خوب میدونه اونم میزنه لایک. پس این لایک زدن معیاری نیست، اینو بذاریم که حالا بیایم شما رو مقایسه کنیم با اینایی که تو دنیا انقلاب کردن و انقلابشون به نتیجه رسیده. اگه کلمه انقلاب رو دوست ندارید به خاطر اتفاقی که سال 57 افتاده، اجازه بدید شما رو مقایسه کنیم با اونهایی که جنبشی را انداختن و این جنبش هاشون موفق شده. شما به من مثال بزن، بگو که شما دنبال رو به کدام یک از این رهبرانی هستی که کی، چگوارا، نمیدونم اون لنین یا آقای گاندی یا اون آقای نلسون ماندلا یا هر کسی، شما مثال بزن برای من، من ببینم آیا یکی از اینها نشسته از دور از ساحل آرام یک جایی رو، یک جنبشی رو ریموت کنترل، مثل این کنترل تلویزیون یا رادیو که من بشینم اینجا اینجوری بزنم، اوکی این کانال رو دوست ندارم، اون کانال، اینجوری موفق شدن؟ بگید تا ما هم یاد بگیریم. اگه نشودن، شما ببینید چرا دیگران موفق شدن. هر کدوم از اینا رو که میبینی دو گل بوده دیگه، رفته انگلستان ها در زمان جنگ و نمیدونم اینها، بعد برمیگرده، یا لنین، هر کدوم از اینا رو که میگی برگشتن به کشور خودشون و اون موقع موفق شدن. شما تو همین ویدیو میگید الان در اصفهان همه ناراضی هم. آقا اصلا بر پدر اون کسی که قبول نداره لعنت، ما چون فوش دادیم حالا مجبور خودمون قبول کنیم. ما قبول داریم که اگه تو اصفهان 2 میلیون، 3 میلیون، 10 میلیون زندگی میکنن، 10 میلیونش ناراضی، ناراحت، به قول معروف تا اینجاشون رسیده. دوست عزیز، شما که لور هستی، چهارمحال بختیار و نمیدونم این هفتلنگ و چهارلنگ و نمیدونم این
اسامی که شماها بهتر واردید، همه اینا رو میشناسید، اگر با اینها ارتباط دارید باز باید خود تو زیر سوال ببرید که این ارتباط شما حاصلش چی بوده، کجا شما به اینها گفتید که بیاین تو خیابون بشینید و نرید خونه، اینها این کارو کردن. اگر نگفتید تقصیر از شما بوده، اگه گفتید کسی نیومده، آقا جون کسی دنبال شما نیست، اینو قبول کن. ما آمدیم و ایشون برای من نوشت که آقا ویدیوی امروز من رو دیدی؟ گفتم نه عزیزم، من برنامه داشتم، روی ایر بودم، روی آنتن بودم، به قول آقای پرویز کاردان مثل کلاغ سیاه نشسته بودیم روی آنتن. و چیه؟ گفته بود آره دیگه، من اصلا معرفی کردم که اینها از کجا میزنن و چجوری، اینها خیلی قشنگ گفت. بریم ببینیم صفحه ایشون درست کار نمیکنه، صفحه فیسبوکش، گفت هک شده. بالاخره این ور و اون ور برامون لینک رو فرستاد و ما ویدیو رو دانلود کردیم و داریم نگاه میکنیم، روی صفحه خودمونم گذاشتیم. همون اول توی یکی دو ساعت اول یه مقداری آمدن، گفتیم بابا بفرمون اینجوریه، امروز 508 نفر تا اون موقع که برای ایشون فرستادم یا بعدش که نگاه کردم اومدن دیدن ویدیو رو. به میگم که آقا این یه ابزار خوبیه. آها براش فرستادم، میگه که شما منظور چیه؟ من منظورتو نمیفهمم. میگم بابا شماره ها دروغ نمیگن. میگه این توی این مدت این همه بیننده داشته و شما باید از این وسایل استفاده کنید. اگه خمینی از نوار کاست استفاده کرد، از شبنامه استفاده کرد، از پولکوپی استفاده کرد، از روی پول نوشتن استفاده کرد، شما در قرن 21 باید از فیسبوک استفاده کنی، از تلویزیون استفاده کنی، از فرستادن DVD و اینها استفاده کن. دوباره طبق معمول معلومه عصبانی میشن. ببین شما وقتی عصبانی میشی که منطق میره بیرون. بذارید من براتون یه چیزی رو اینجا نشون بدم، این توهین و اینها رو. خیلی جالب، این دوستمون هر کی بوده به این صورت نوشته و این برای علی هم هست، دوست خوبی که یک شاه اللهی فحاشی کرده بود به آقای عقیلی پور و دکتر آرمان نوری و بندرم آورده بود. میگن که هر وقت جایی پولی پخش میکنن شکلات و فالوده و بستنی هست ما نیستیم، ولی هر وقت هر جا فوش هست با دلیل و بی دلیل ما رو اونجا دعوت میکنن. میگه انسانها به میزان حقارتشان توهین میکنن، به میزان فرهنگشان عشق میورزند، به میزان هویتشان به دیگران احترام میگذارند و به میزان کمبودهایشان این آزارت میدهند. اینجوری درست نیست، آزارت میدهند. هرچه حقیرتر باشند بیشتر توهین میکنند تا حقارتشان را جبران کنند. هرچه فرهنگشان غنیتر باشد بیشتر به دیگران عشق میدهند. هرچه هویتشان عمیقتر باشد محترمانه تر رفتار میکنند و به اندازه درکشان میفهمند و به اندازه شعورشان به باورها و حرفهایشان عمل میکنند. خب حالا دوست نازنین، ما آمدیم به شما گفتیم که ما یه چند تا انتقاد داریم از شما، امیدواریم شما هم این انتقادها رو بشنوید. شنبه و یه شنبه هم بری دربارش فکر کنی، دوشنبه اگه دوست داشتی مهمان برنامه من باش، بیا به مردم پاسخ بگو، بگو آقا این سوربی میگه اینجا ریموت کنترل نمیشه. بله شده، من دیروز این ریموت رو فشار دادم توی یاسوج، توی سنندج، توی نمیدونم ممسنی، انقدر آدم رفتن و گرفتن و انقدر آخوند و کشتن و مردم قضاوت میکنن. نه اینکه شما بگید ریشه من، آقا ریشه چیه؟ شما سه تا جد برو عقب ببین ریشت کی بوده، کجا بوده، چی شده، کی آمده، کی نمیدونم باهاش میکس شده. این حرفا رو بندازید دور. ریشه من اینه، من اسمم چالشه، اسم دختر خانه مالشه. این ببخشید الان یه وقت به شما بر نخوره، من وقتی صحبت میکنم دیگه هرچی دم دهنم میاد میگم و بعضی وقتا هم خودم میگم که نباید میگفتم، چون حالا بعدن این فردا میگه آقا چرا به دختر خانه من چیز کرد، آقا دختر خالت هیچ. بفهم اسم من چالشه، نمیدونم ریشه من، اینها یعنی چی؟ آقای فرود فولادوند، همون آقای فتح‌الله منوچهری، میگفت من 6000 تا تفنگدار، تفنگای برنو توی گونی روغن زدن خوابوندن. اولا این آقا هنوز فکر میکنه تفنگ برنو و M1 تفنگای خوبی بودن،
نمیدونی این روزا تفنگ ساختن پلاستیکی تق 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 300 تا میزنه، نمیدونم در یک دقیقه، گرمم نمیشه، گیرم نمیکنه. اینا هنوز تو اون دوره هستن. ولی نصیحت من به شما اینه، شمایی که میگی 200 تا لایک 300 تا لایک داری، دیگه از رضا پهلوی که معروفتر نیستی، از رضا پهلوی که بیشتر دفتر و دستک نداری، از رضا پهلوی که بیشتر بهت پول مفت نمیدن. آقای نمیدونم اردوگاه کیه، این آقای دورمانی تلویزیون بهت بده، اون آقا نمیدونم برات چی کنه، چپ و راست ملت کادو بفرستن. ببین چه کار کرده، ببین چند نفر رو تونسته دور خودش جمع کنه. دلیلش اینه که با برنامه پیش نرفته. من نمیدونم شما مسنتر از من هستی، به نظر میاد جوانتر هستی، شادم این چون ریشه داری ریشت شما رو جوانتر نشون میده، یا چون موهاتو زدی این علامت پیری رو حذف کردی. اگه جوانتر از من هستی، به عنوان یه دوست بزرگتر، به عنوان یه برادر بزرگتر به شما نصیحت میکنم، شما امروز فیسبوک بازی رو بذار کنار. از امروز بنویس من یه حرکت جدی شروع کردم، میخوام به این سربی بی ریشه نشون بدم که ما لورای ریشه دار اینجوری هستیم. آقا لور ریشه دار شما یکیش این آقای آبتین، این آقای آب انجیر. این آقای آب انجیر ادعا میکرد، برای خود من گفته که انقدر پول خورده و برده در جمهوری اسلامی که نگو و نپرس. خب اگر وضع مملکت ما به این روز فلاکت افتاده، آقازاده ها دزدن، ایشون هم یکی از اون دزداست، چیزی که از این افتخار میکنه آقازاده نیست، لوره. شما به همین آقا، به همین آقای آبتین بگو بیا بابا، مگه تو نمیخوای جنبش را بندازی؟ بگو ببینم چقدر میخوای پول خرج کنی، بیا ما مردم رو اینجا میگن ریکروت، پیدا کردن، به دست آوردن، جذب کردن، جلب کردن، ثبت کردن، عضویت بهشون دادن. آقا بگیرید عضوگیری کنید. اگر کسی میترسه به شما بگه که اون کی هست، یعنی طرف به شما اطمینان نداره. ما نمیگیم حالا شما عضوگیری کنی، بعدم پول ندادی، سکیوریتی نداری، آمدن کامپیوتر تا هک کردن، اسم همه رو بدی برباد. برو بخون سازمان، ببین چجوری سازمان این یه نفر با چهار نفر رو بشناسه، اون چهار نفر چهار نفر رو همینجوری. اگه یه نفر گیر بیفته فقط میتونه سه نفر دیگه یا چهار نفر رو لو بده، نه مثل سازمان هایی که تا حالا بوده یه نفر رو که میگیرن تمام اسامی تو کامپیوترش و تو دفترشه، پدر اونا رو هم در میاره. بعد دوست عزیز شما میگی من برای مردم میگم، مردم خودشون باید بفهمن. برید تلویزیون های آمریکایی رو نگاه کنید، گزارش ها رو نگاه کنید. گویا یه آقای هندی آمده گفته آقا دیگه زمان اون رسیده که ما نباید این بچه ها رو استفاده کنیم در کارگاه های فرش بافی هندوستان. میدونید که فرش هندوستان و پاکستان به خاطر بی‌لیاقتی، چه در دوره شاه، زمان شاه، چه در زمان شیخ، باعث شد که ایران فرش، اون صنعت فرش و فرش بافیش به اصطلاح بیفته دست اینها و فرشای پاکستانی و هندی بیاد، مردم هم تشخیص نمیدن. بالاخره فرش دست بافه، حالا اینجا بافته نشده، اینجا بافته شده، هند و پاکستان و ایران همشون به هم وصل. و میگفت که این بچه ها باید برن مدرسه. هر چی تلاش کرد هی رفت اونجا، اونام براش کارشکنی و اینها دید نمیشه. آمد از این وری اقدام کرد، گفت آقای والمارت، آقای میسیز، آقای فلان شرکت که شما این فرش ها رو میخرید، این فرش ها میبینید بیشترش هم قرمزه، این خونه دست این بچه هاست، اینا رو نخرید از اینا، از جاهایی بخرید که اونها بهش میگن گود ویو، این ویو بافتن، گره زدن اینا، میگفت که روش استیکر میزنن، مارک میزنن. به این وسیله یه دفعه 1,000,000 بچه کار تو اون منطقه شدن 200,000 تا، چون کارگاه قالی بافی ها تعطیل شد، فقط اونایی که حقوق درست حسابی میدادن افراد مسن رو، یعنی بالغ رو که کارگرای درست بود استخدام میکردن، فرش اونها میومد تو بازار، فرش اینها رفت. خب هممون میدونیم که در کشورهای آفریقایی و حتی در یک سری کشورهای اسلامی دخترها رو ختنه میکنن، که الان بحثه، حتی سر ختنه مردا و به اصطلاح پسرا و اینها صحبته، یکی میگه خوبه، یکی میگه بده. حالا اونجا دخترها رو ختنه میکنن و تا
تا حالا من ندیدم کسی بگه خوبه، به غیر از اینایی که میگن نمیدونم سکس بهتری ما میخوایم و فلان، اینها یعنی روانی ها سادیسمی. و یه خانمی 30 سال داره فعالیت میکنه، دوست عزیز فکر نمیکنم لورم باشه ریشم داشته باشه، ایشون هم به این نتیجه رسید تا روزی که اینجا بشینه هی بگه که بابا مگه شما شعور ندارید، مگه فهم ندارید، این کار خوب نیست، کاری پیش نمیره. بلند شده رفته توی آفریقا، اونجا قوانین اونها رو خونده، به خودشون گفته طبق قانون همین کشور شما حق دارید اینو بدونید، اینو بگید، اینو بخواین، اینو نخواین. الان اونجا تغییر کرده، یه انقلاب عجیبی انجام شده و اونجا ختنه این دختران به مقدار خیلی زیادی کاهش پیدا کرده. و الا شما بشینی یه ویدیو هم پر کنی دلت خوش باشه که گذاشتمش رو MTV، روی مردم تیوی بیش از 500 نفر دیدن، گذاشتم روی سایت خودم، چه اونی که خندید گفت بابا اینم یک مشنگ دیگه، چه اونی که واقعا منو باور کرد یه لایکی زد. دوشنبه که میای به کجا رسیدی؟ هیچ، درست همون جایی بودی که هفته قبل بودی، با این تفاوت که این هفته از یه سری دوستان جدیدم ناراحت شدی. چرا؟ چون اونها هم ممکنه مثل سوربی صادقانه بهت گفته باشن آقا که چی، کی، کجا، کی. همتون هم میگید ما که رهبر نمیخوایم باشیم. ای کاش که میخواستید رهبر باشید. اگر یکی میومد میگم من میخوام رهبر باشم، اگه یکی میومد میگم آقا من ببین 10 دلار دارم میخوام از 10 دلارم بگذرم، باور کنید مردم میومدن دنبالش. ولی همه میان میگن ما که نمیخوام رهبر باشیم. آقای رضا پهلوی شما پول بدید بعدن میریم، بعدن که آزاد شد. شما چون لور هستی، یه مش سفری بود توی هنرستان، ما وقتی اونجا دبیر بودیم و درس میدادیم، این مسئول به اصطلاح مستخدم بود، یکی از کاراش این بود که زور بیاد اگه کسی معلمی چیزی نهاری میخواد براش بخره از این بقالی روبرو، از اون نونوایی فلان. نه این آدم تنبلی بود، زیر کار در میرفت، اون مثل شما ریشه نداشت، لور بی ریشه بود. بعد این هر وقت بهش میگفتی مش سفر امروز برای ما مثلا یه نون کبابی بگیر، میگفت چش آقای مهندس، الان ایروم، الان ایوم. آقا شما اون روز گرسنه میرفتی خونه. اینا رو آقا بنداز دور، مش سفر لور باریش و بیریشه رو بذار کنار، شما بیا بگو چی کار میخوای بکنی. ببین کیا میان به شما میپیوندن، نه اونایی که نه عکس داره، عکس گربه گذاشته نوشته کوروش ایرانی آزادی خواه، کوروش با وطن، کوروش وطن پرست تر از تو. خب اونا بهت لایک میدن. حالا با این لایک ها شما برو دم یه دکون نونوایی، برو دم یه دکون چلو کبابی بگو آقا من 1000 تا لایک دارم. ببخشید این حرفو میزنم، آقای فرامرز فروزنده یه حرفی زد، گفت آقای رضا پهلوی و دوستان طرفدار رضا پهلوی به این که 500,000 تا رو فیسبوکشه یا این ویدیویی که درست کرده امید نادان گذاشته شما میگید 200 تا لایک گرفته، بابا عکس باسن خانم کارداشیان چیه؟ نمیدونم مثلا 30 میلیون لایک میگیره و اون حقیقتا هم لایک حقیقیه. که چی؟ حالا شما 200 تا نه 300 تا 1000 تا لایک بگیر، اگه 200 تا و 300 تا لایک برای شما خوبه و راضی هستید، چرا ویدیوتون رو برای دیگران میفرستید و مینویسید که لطف کنید اینو پخش کنید؟ احتیاج به پخش ندارید، شما ویدیوتون دنیا رو گرفته. 200 نفر آقای نوریزاد هم 200 نفر جمع شده، عکس‌ها رو ببینید، یه مشت پیرزنی بیچاره که بچه‌شون کشته شده، یه مشت پیرمرد بازنشسته‌ای که از یه جایی نگرانن، ناراحتن که چرا بچه‌هاشون آمدن خارج آمریکا و این ورور، اونا نتونستن بیان، چرا گرین کارت‌هاشون باطل شده. رهبرشون کیه؟ خود آقای نوریزاد، که بزرگترین نگرانیش اینه که دولت آمده کامپیوتر اینو گرفته و خانوادهش نمیتونن از کشور بیان بیرون چون ممنوع خروج شدن. در هر صورت این نصیحت من به شما بود، شما بشین یه کلاسی، یه جایی ببین آقا اگه میخوام یه جنبشی را بندازیم، به قول معروف اساس و اسبابش باید چی باشه، چه چیزی لازم داریم، چجوری اعتماد مردم رو جلب کنیم. شما انتخابات آمریکا رو ببین، ما یه غلطی کردیم روزی که این برنی سندرز اومده، گفتیم که بله شما حرف خوبی میزنی،
باید اونایی که پول بیشتری میسازن مالیات بیشتری بدن. بله شما حرف خوبی میزنی، این روزها داشتن لیسانس مثل داشتن دیپلم اون زمانه، پس بر هر کسی لازمه که لیسانس داشته باشه و چون بر هر کسی لازمه که لیسانس داشته باشه در نتیجه باید در سطح دانشگاه تا لیسانس هم مجانی باشه، شهریه نباشه. آقا پدر ما رو در میاره روزی 6 تا میفرسه، میگه 15 دلار بفرست، 5 دلار بفرست، 3 دلار بفرست، آخر کار شما 3 دلار میدی که این دست از سرت ور داره. گفت من آن چه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه فوش بده، خواه بشین فکر کن تا دوشنبه، دوشنبه زنگ بزن یا روی فیسبوک بگو من میخوام بیام چند دقیقه صحبت کنم. قانون ما تو تلویزیون مردم اینه که مهمون مثل نفس، همون جوری که عزیزه و میاد باید بذاری بره، اگه بمونه خفه میشه. یه بار دو بار به عنوان مهمان، شما یه بار رو فیسبوک ما مهمان بودی، یه بارم بیا مهمون ما باش، با مردم صحبت کن. وقتی مردم باهات تماس گرفتن، یکی میگه نرو اینجا، یکی میگه برو اونجا، خودت تصمیم بگی که میخوای باشی یا نباشی، اون وقت با هم صحبت میکن. شما مثل آقای آبتین نگاه بگی من میلیاردرم، بعد یه دفعه برای 50 دلار پول برنامه بگی نه آقا من فکر کردم 20 دلاره، شما میخوای 50 دلار بگیری، خب این که نمیشه، ما ورشکست میکنیم. من و دوستان به من میگم دوستات کیان؟ تو فرمانده اونها هستی یا اونها سوار تو هستن؟ ولی رفته سیبیلشو رنگ کرده، شاید با رنگ جدید جنبشش به یه جایی برسه. ضمن این که همه میدونیم ضرب المثل داریم، خر همون خره پالونش عوض شد. خب بله اینم از این ماجرا. و اما آقای رؤوفی، در برنامه گذشته من با آقای آریو برزن پیروزنیا و دوستان دیگه صحبت کردم که آقا ما دل خوشی از این آقای کامبیز حسینی نداریم، یعنی کاری باش نداشتیم که حالا دل خوشی داشته باشیم یا ناراحت باشیم. جوونی است آمده ایران توی این هول و ولا یا نمیدونم آب گلالود، اونم ماهی خودشی گرفته و یه مدت تو وایس آف امریکا بوده، بعد فهمیدن فرم قلابی چاپ کرد، فرم قلابی داده و نمیدونم از این چیزا، عذرش خواستن. ولی اون زرنگ تو اون مدت رابط درست کرده. آقای رؤوفی گوش کن، یه جایی رو پیدا کرده، الان از اونجا پول میگیره، برنامه داره. و آقای پیروزنیا گفتم آقا شما برو ببین آقای حسین کامبیز حسینی پولش از کجا میاد، پول برنامهش. آقا مال ما که معلومه، آقای ارشاد برنامه داره، آقای اجلالی برنامه داره، دوستان مجاهد برنامه دارن، خودمون برنامه داریم، یه دوتا هم آگهی داریم. اوکی؟ شما برو ببین پولمون از کجا میاد. شمایی که برای من مینویسی آقا اطلاعاتی که مردم میدی درست نیست و ما در زمان شاه تلویزیون شخصی داشتیم، بله اون آقای ثابت پارسا تلویزیون شخصی درست کرد، یکی بیاد به من بگه این آقای ثابت پارسا کی بوده، اون پول از کجا آورده، این تلویزیونی که ساخت ضرر میداده یا سود میداده، اگر اون یه تلویزیون درست کرد تو اون زمانها چرا بعد از اون دیگران حاضر نشدن تلویزیونهای شخصی داشته باشن، چرا ما فقط یه تلویزیون داشتیم تو ایران که مال شخصی بوده. بعد دوستمون نوشته که آقا سوری من که خبر ندارم این پول از کجا آورده و من آرومم، کار به کسی ندارم. مگه آقا ما به شما گفتیم شما ناآرامی؟ شما اومدی یه صحبتی کردی، من ازت تشکر کردم، بله ممنونم که گفتی، بله یه همچین چیزی رو میگن، میگن یه تلویزیونی بوده مال آقای ثابت پاسا، بعضیا میگن بهایی بوده، بعضیا میگن نبوده و این تلویزیون شخصی بوده. شما به من بگو که آیا در دوره شاه قانونی بود که کسی بتونه رادیو یا تلویزیون داشته باشه؟ من فکر نمی کنم. اگر بود ملت بی عرضه‌ای بودیم که 30 میلیون جمعیت داشتیم، 5 تا تلویزیون شخصی نداشتیم. بعد این تلویزیون شخصی چگونه باید درآمد ایجاد می‌کرده؟ آیا از تبلیغ، از فروش ایرتایم؟ چجوری شما می‌دونید اینجا وقتی که الان ببین چرا سی ان ان این دموکرات‌ها رو دعوت می‌کنه، چرا فاکس نیوز این ریپابلیکن‌ها رو دعوت می‌کنه تا بیان مناظره کنن و بهشون مجانی وقت میده؟ برای که حالا وقتی که آمدن بعدن میگه آقا آگهی منو بذار من میخوام، میگه آها حالا یه دقیقش اینقدر، 30 ثانیهش اینقدر و دیگه خودتون برید ببینید که دقیقه و به اصطلاح وقت‌های تلویزیون‌های آمریکایی به چه قیمت‌های گزافی به فروش میرسه.
ولی آقای رعوفی شما مثل من سنی ازت گذشته، نه یا فقط برای که حرفی زده باشی حرفی بزنی و بری، وقتی میای بعد سوربی بهت میگه اینجوری، بنویس عجب سوال خوبی، من حالا میرم تحقیق میکنم ببینم این آقای ثابت پارس پاسا کی بوده که اون زمان تونسته تلویزیون شخصی را بندازه. منتظر پاسخ شما هم هست. و اما خبر خوب این که کاهش کسری بودجه آمریکا به کمترین میزان در 8 سال اخیر رسیده. این رو رادیو فردا نوشته، ولی وزارت خزانه داری یا وزیر خزانه داری اعلام کرد و گفته که الان شده 439 بیلیون که قبلا بیش از 1 تریلیون بوده. همینجا هم میدونیم که کسری بودجه یعنی بدهکاری. شما وقتی که امسال خرجت 20 باشه درآمدت 19 باشه، کسری بودجت میشه 1. و شعر داریم میگه به حال آن کس باید گریست که دخلش 19 و خرجش 20. ایریا کد 905. من نمیدونم، لطف کنید پیام بذارید، چون این برنامه رو من نمیدونم، همگان زنده نمیبینن، بعضی وقتا دارن برنامه ما رو از یوتیوب میبینن و میخوان روی اون صحبت به اصطلاح پیام بذارن، ما میاریمش اینجا. ولی بهترین کار اینه که همون پیام بذارید، پیام هاتون رو در برنامه آینده میذاریم مردم بشنون. در رابطه با پیام گذاشتن، خب اینم خیلی بده که شما پیام بذاری ما هم پیام شما رو در برنامه پخش کنیم، ولی شما خودت نیای گوش بدی ببینی مردم چی میگن، ببینی سوربی چی گفت. منظورم به این دوستمون هست که از همین منطقه تماس میگیرن، بانوی عزیزی هستن، تا حالا چند بار درباره آقای تختی صحبت کردن، یه بار درباره آقای آریانپور صحبت کردن، بعد گفتن منظورشون توهین نبوده، منظورشون این بوده که صحبتی که آقای آریانپور کرده به ایشون برخورده. و من صحبت کردم، گفتم دوست عزیز من فکر کردم شما زنگ میزنی هفته یه بار بین 1 دقیقه تا 10 دقیقه نظرتو درباره یه موضوعی میگی، ولی وقتی 2 روزی یه بار شما زنگ میزنی 4 تا 10 دقیقه 20 دقیقه 5 دقیقه صحبت میکنی، و وقتی هم من هرچی میگم که شما که زنگ زدی حالا تماس بگیر تا یه برنامه رو بذاریم که من نخوام اینجا هی بشینم اینا رو با چسب هم بچسبونم، و شما برنامه مستقل خودت رو داشته باشی. شما که بانوی آزاده ایرانی هستی، از بردن اسم خودت هراسناکی، ببخشید این حرف رو میزنم، خب شما همون که برید توی خونه ساکت باشید و بذارید این مارکت تلویزیون اینها دست مردایی باشه که همهشون دارن حرف میزنن، مزخرف میگن و این. ولی اگه شما میخوای سنت شکنی کنی، بیای میکروفون را از دست اینها بگیری، شما نمیتونی به یه نفر بگی من وای میستم پشت این درخت، شما باری میکروفون از دست این بگیر، میکروفون رو بیار اینجا، امیدوارم سیمم نداشت باشه، من از همین پشت درخت بتونم صحبت کنم. من 4 تا پیام شما رو گرفتم امروز، ولی خب با این پیام ها چه کار کنم؟ من دوباره پخش کنم؟ دوباره ملت به من حمله کنن که آقا این خانم کیه که از تاریکی سنگ میزنه به ما و ما نمیدونیم، نمیتونیم صحبت کنیم؟ اونا هم البته به نظر من یکم حرفشون بی خوده، چون اگر بیان مثل آقای منصور، اگر بیان مثل دوستان دیگه نظرشون رو بگن، من میخونم، من پیام اونها رو پخش میکنم. همونجوری که اون خانم اسمشو نمیگه، یه دوستی هم بیاد بگه که من فلانی هستم، کجا زندگی میکنم، و درباره صحبت‌های اون بانویی که زنگ زده درباره تختی میگه، من نظرم این هست و آن هست. منتظرم که این دوستمون از همین اطراف اینجا به اصطلاح تماس بگیرن، ترتیب داشتن برنامه‌هایی رو برای خودشون بدن. این روزا خیلی امکانات زیاد شده، ما میتونیم با اسکایپ برنامه‌های شما رو ضبط کنیم. اسکایپ یه برنامه‌ای داره، اگر بخوای 5 دقیقه ضبط کنی مجانیه، اگر بخوای بیشتر از 5 دقیقه ضبط کنی $20 میدی، برنامه رو میخری، روی هر کامپیوتری هم بخوای میتونی بذاری و ساعت هم نداره. مثلا انکودر ما 6 ساعت بیشتر نمیتونیم ضبط کنیم، ولی اون این محدودیت زمان رو هم برداشته. و شما به غیر از این میتونید هر تماسی که با اسکایپ با هر کسی میگیرید به طور اتوماتیک ضبط کنید و اینها رو به عنوان مدرک، به عنوان آرشیو، به عنوان بارگانی داشته باشید. ولی دوستان همش برمیگرده، اگر میخواین مفت حرف بزنید و مجانی حرف بزنید، امکانش نیست.
یه نفر روز اول سر ذوق میاد، به چه خوب شد این خانم یا این آقا نظرش با من مخالفه، بیاد صحبت کنه. فردا به خودش میگه آقا من برای چی بیام اینجا آب و جارو کنم که ایشون بیاد صحبت کنه، بعدم تقی گوشی رو بزنه زمین بره و مردم به من فحش بدن، به من ایراد بگیرن، یا احتمالاً اونایی که تا امروز با من هستن به خاطر حرفایی که من میزنم حاضرن 10 دلار 5 دلار حمایت کنن، اونام از فردا حمایت نکنن. صحبت از حمایت شد. دوستان حمایت از تلویزیون مردم رو فراموش نکنید. بهتون گفتم که معمولاً بعد از این ایام تابستون چون مردم رفتن مسافرت و اینها، بعضی هاشون حتی اگه حمایت میکردن حالا میگن ای بابا حالا ما 6000 دلار خرج کردیم رفتیم نمیدونم وکیشن و فلان اینها، فعلا این ماه نه ماه آینده و اینها، و همون 10 دلار 5 دلار 50 دلار هم حمایت نمیکنن. شما اگه بیننده برنامه هستید، اگر با من هم صدا هستید که خب برای اینکه این بلنگو، این سکوی ارتباط، این پلتفرم رو نگه داریم، حمایت کنید. اگر با من هم صدا نیستید حمایت کنید، در ازاش برنامه بگیرید، بیاین نظر خودتون رو بگید و اجازه ندید که من مردم رو از راه به در کنم. والا من نمیدونم چه راهی مردم دارن میرن که من اونها رو از راه به در میکنم و به بیراهه میبرم. اینم از Good afternoon, please send promotion products over. ما روزی حداقل 30 تا ایمیل میگیریم از این دوستانی که حالا از بلوک شرق، از نمیدونم یوکرین و این ور اون ور آزاد شدن، اینترنت دارن، یکی یکی هم همشون میگن ما برنامه‌های شما رو میبینیم، برنامه‌های خیلی جالبی دارین و برای ما کاسه، کوزه، بشقاب، پرچم برای ما بفرستید. اینا خبر ندارن ما چه تلویزیون کوچولویی هستیم، حتی خودمون کاسه کوزه برای خودمون نداریم. اینم از دبل کلیک وی آر اکسپریانسینگ ویدیو اد سرونگ ایشو این سام ریجن، ویدیو ادز آر نات سرونگ. اوکی، میگم از این مزخرفات تا دلتون بخواد روزانه میاد. من ببینم براتون اینجا چی گذاشتم، اگر چیزی تو این صفحه نداریم بریم سراغ آقای مهدی ذوالفقاری که اخبار این هفته رو به صورت PDF ببینیم این بار در چند صفحه، در 86 صفحه فرستادن. و ای کاش ایشون هم از دوستان میپرسیدن که از این 86 صفحه شما چند صفحهشو خوندید. البته ایشون گفت که خب ما برای همه میفرسیم، هر کی دوست داشت نگاه میکنه، هر کی دوست نداشت نگاه نمیکنه، یا هر کی دوست داشت اونجایی رو که میخواد نگاه میکنه، اونایی رو که نمیخواد نگاه نمیکنه. این هم اخبار برگزیده امروز. سید محمد خاتمی در سال روز تولدش گفت که وقتی عزیزان ما در حصر و حبسند جای جشن نیست. منظورش از عزیزانش کیه؟ آقای موسوی و آقای کروبیه؟ نمیدونم. نرگس محمدی پس از تشنج در بیمارستان بستری شد. مهدی موسوی و فاطمه اختصاری به زندان طولانی مدت و شلاق محکوم شدند. واکنش ها در ایران و آمریکا به صدور حکم پرونده رضاییان. صدور حکم شلاق برای روزنامه نگار البرزی مهدیه گلرو و مجید دری یا مجید دوری همچنان محروم از تحصیل. عکس عیادت علی اکبر صالحی از روح الله حسینیان. ادعای یک وبسایت خبری معاون عملیات روانی سازمان اطلاعات سپاه در حادثه منا ناپدید شده است. و ایران کمیته در رابطه با مفقودان ایرانی حادثه منا تشکیل داد. پیشنهادهای جدید مراجع تقلید برای جلوگیری از تکرار حادثه منا. بهترین پیشگیری اینه که اینا رو نفرستیم اونجا. رساله پنجم کانون، اندیشه راه سبز، عرس، اندیشه راه سبز میشه عرس، الف رسه، پیشنهادهایی در زمینه راهبردهای عملی سبزها برای انتخابات. هنوز سبزها شما دنبالشون هستید؟ ای داده بیده. روحانی هر کس میخواهد شعار بدهد از جیب و زندگی خودش شعار بدهد، نه از جیب فقرا و محرومین. نتانیاهو گفت اسرائیل خود را به توافق هسته‌ای ایران متعهد نمی‌داند. واکنش‌های گسترده به یک شنبه سیاه مجلس ظریف را هم تهدید کرده بودند.
بازتاب جدال در جلسه تصویب برجام در مجلس تهدید یک شنبه، تهدید یک شنبه، عیادت دوشنبه. خانجانی گفت عناصر ستیزجو در مجلس میکوشند تا مردم را از دولت ناامید کنند. 200 پیشنهاد اصلاحی بر نمایندگان برای طرح 9 ماده برجام. حسینیان گفت آخرین تلاش یک بازمانده. حوادث مجلس در مصاحبه روز با احمد شیرزاد. ما حالا تازه صفحه 34 هستیم، این به اصطلاح خبرنامه 86 صفحه است که به نظر من شخصا طولانی است، چون مخصوصا همه باور داریم که خبر، همه خبرها بده، خبر خوب نمیتونه بیاد توی خبرها جا بگیره، و چون خبرها بده معمولا اینایی که خبر و اخبار میگن یه دو تا خبر خوب هم قاطیش میکنن که یه تنوعی برای مردم باشه. در صورت امیدوارم این دوستونم موفق باشه، کار مشکلیه. و اما تصاویری کمیاب از پرنسس فوزیه. پرنسس فوزیه میدونید که اصلا ماجرای شاه و فوزیه و این ازدواج و اینها، همین شاه سوئیس رفته ما هم پدرش و خانوادهش به اصطلاح براش زن پیدا میکنن، زن میگیرن، و دیدید که موفق هم نشد. حالا به این دلیل که میگن فوزیه به اصطلاح بچه دار نمیشد، بعضی ها میگن نه مشکل از این چیزا بیشتر بوده. اجازه بدید من این تصویر رو درست کنم، میخواستم تصویر رو درست کنم که اندازه صفحه تلویزیون و کامپیوتر شما بشه، آمدم ازش عکس گرفتم. خب این هم از این. ما هم این عکس های فوزی خانم رو نشون میدیم که تصاویری کمیاب از پرنسس فوزیه. والا من نمیدونم این روزا کمیاب نمیشه، شما اسم یه نفر رو توی کامپیوتر که بزنی هر چیزی که تو امروز روی اینترنت گذاشته باشن در اون رابطه میاد، مخصوصا افرادی که پابلیک فیگر هستن. اینها خانواده هایی که الان حدود 100 سال، مثلا چقدر 70-80 سال حداقل میگذره از اون ماجرا. 1318 آقای شاه ازدواج کرده بوده با خانم فوزیه. اینها عکس هاشون، خبر هاشون روی اینترنت و اینها هست، و شما وقتی بزنید فوزیه مثلا ایمیجز همش میاد. این هم ماجرای این. و یکی از دوستای ما میگفت که این آقای شاه از لحاظ زن و سیاست شانس نداشت، زنهاش که یکی یکی اینجوری، سیاستش هم که اونجوری. این هم این ماجرای خانم فوزیه. یه مقداری با سرعت رد کنیم که بله، نشون میده که بعضی وقتا زیبایی و مقام داشتن حاصلش به اصطلاح زندگی خوب نمیشه. یکی از دوستانی که من مقالش رو خونده بودم تشکر کرد که من برای مادرش سلامتی آرزو کردم. من برای ایشون بگم که من برای همه مادرها سلامتی آرزو میکنم، چون اینها با زحمتی که برای ماها کشیدن و واقعا عوض شدن دور و زمان، یه مقداری ما اونجوری که باید و شاید، یا یه مقداری اونجوری که رسم زندگی بود، الان بهشون نمیرسیم. هر چقدر هم که ما فکر میکنیم بله ما میرسیم تا اونجایی که میتونیم، ولی حقیقتا اون چیزی نیست که اونها اون وقتا در خانواده های گرم با نوه و بچه ها، خانه ها پر بود، سر و صدا بود، همیشه بوی خوراک می اومد. الان اینها با تنها باشن در خونه، هر کنون هفته یه بار بریم، اونم با عجله یه ساعت دو ساعت پهلوشون باشیم و بیایم. ولی باز من به شما به اصطلاح تبریک میگم که میتونید وقت بذارید با مادرتون باشید. اینجا این عکس خیلی قشنگه و به نظر میرسه که در مصر هست، عکس شاه هست و فوزیه و آقای رضاخان هم خیلی عصبانی، ولی تا اونجایی که من میدونم میگن رضا شاه یا رضاخان هیچ وقت از ایران مسافرت نکرد، بیرون نرفت، به غیر از اینکه رفت ترکیه و با آتاتورک دیداری داشت. پس این چجوریه که این مستخدما اینجا با این لباسهای مخصوصیه که مال مصر هست دارن خدمت میکنن، و آیا آقای رضا شاه، پدر رضا، محمد رضا پهلوی
به کشورهای دیگه هم رفته بوده یا نه. یه عکس دیگه ای که من نظرم رو جلب کرد اینجا این بود. شما میدونید که این دیکتاتورا و این خانواده های سلطنتی و اینا حتی امروز در انگلستان هنوز همسرشون نمیتونه به اصطلاح همسر و همردیف باشه و پا به پای اونها را بره و همیشه باید یک قدم عقبتر برن. دفعه دیگه که حتی این شازده جوان انگلستان رو نشون میده با همسرش که دوتا بچه دارن، وقتی را میرن دقت کنید خانمه باید یک قدم پشت سر اون را بره، ولی اینجا میبینیم که فوزیه داره جلوه محمد رضا شاه را میره و شاید یکی از دلایل هم همین اختلافات بوده که مثلا این گفته که اینجوری اونجوری، نمیدونم. در اصل کسی میدونه ماجراهای این زندگی اینها و جدایشون بگه. این بیچاره شاه به کار هنرپیشگی میخوند و هنرپیشه خوبی هم بود، چون کسی که دیپلم نداشت اینجوری به همه نقش بازی میکرد که همه چیز رو میدونه و از همه صنایع از همه رشته ها سر در میاره، به نظر من هنرپیشه خوبی میشد، حالا چه در هالیوود چه در همون تهران، اگر رفته بود دنبال کار هنرپیشگی. و بعض وقتا نتیجه میگیریم که وقتی که میگن این حکومت های سلطنتی حکومت خوبی نمیتونه باشه، به این خاطر هست که شاید به اصطلاح پدر پسر یا فرزند نخواد اون کاری رو که پدرش میخواد انجام بده. و اما اینم فوزیه و دخترش شهناز و دوستان، اگر خیلی باور دارن که آقای رضا پهلوی آدم دموکراتی هست و به برابری زن و مرد و اینها باور داره، یا حتی همین خود شاه اگه باور داشت، باید این شهناز میشد ملکه ایران بعد از به اصطلاح شاه، ولی میبینید که هنوز هم که هنوزه اینها این رو کتمان میکنن و به دروغ میگن که ما به برابری زن و مرد باور داریم. و من نمیدونستم که اینها فرزندشون حتی تا این سن هم به اصطلاح بوده و عکس شاه و این هم شهناز و این هم فوزیه و این هم دوباره همون اردیبهشت 1318 و بعد عکس های دیگه که بعد اینجا میبینیم که شاه دخترش رو روی زانوش داره و ای کاش ایشون هم از انگلستان یاد میگرفت، حالا که پسر نداشت دخترش رو میکرد ملکه و فکر کنم وضع ایران بهتر میشد. فوزیه و پسرش حسین شیرین. فوزیه از همسر دومش دارای دو فرزند به نامهای نادیا و حسین بود. فوزیه و دامادش اردشیر زاهدی، همون خانم شهناز رو که دیدید، آقای شاه دادش به این اردشیر زاهدی. این آقای اردشیر زاهدی هم که کشته و مرده و هلاک شاه هست، برای که شاه پدرزن جوانی بود برای این و پدرزنی بود که با این میرفتن لاتبازی، عرق‌خوری، زنبازی و هر کار دیگه. ضمناً آقای علی شیرازی، اون آقای مهندسی که برای شما عکس آقای آرمان نوری رو فرستاده که ایشون یه جایی بوده که همجنس بازها بودن، بهش بگو که یه مقداری خاطرات خود شاه و فردوس و اون دوست سوئیسیشون و اینها رو بخونه تا ببینه شاه هم کجاها بوده و چها کرده. ولی بهترین نصیحتی که من میتونم به شما بکنم اینه که خودت رو اصلا آزار نده و وقت عزیز و گرامیت رو با احمقهایی مثل اون به اصطلاح تلف نکن. اینم از این ماجرا. ساعت 2:54 است و ما ساعت 3 میریم سراغ آقای دکتر نصر احمدی. همینجا باز اعلام میکنم اگر مایلید برنامه های ایشون ادامه پیدا کنه، لطف کنید تماس بگیرید و حمایت کنید. اجازه بدید به آقای مسعود سهیلی، مسعود میرزای خودمون، تسلیت بگم که الان چند مدت هست همسرشون در بیمارستان بودن و اینها و ایشون میدونست. حتی چند روز پیش ایمیلی فرستاد برای دوستانش که من بهش گفتم که من اصلا نمیتونم باور کنم که شما چجوری میتونید بنویسید، و نوشته بود که تا چند روز دیگه همسرش فوت میشه
چون کسی فوت نمیکنه، اونایی که فوت میکنن خودکشی میکنن معمولا، فوت میشه، از بین میره، از دنیا میره. و ایشون نوشته بود که من نمیدونم تنها چه کار کنم. خب اقلا باید شما بهتون بگیم که جشن بگیرید اون اوقات خوبی رو که داشتید با ایشون، راضی باشید از زندگی که داشتید، که فرزند دارید، نوه دارید، عکس هاتون هست. در اصل ما به شما تسلیت میگیم. و من این خانم عزیز رو یک بار در نیویورک ملاقات کردم و چه جالبه، همون یک بارم ایشون به من گفت آقا یکم به این بچه چی اذیت نکن. گفتم بچه کیه؟ گفت همین رضا پهلوی خودمون. ایشون یه جورایی رضا پهلوی رو دوست داشت. میدونید که ما هممون یه جورایی شاه و خانوادش رو دوست داشتیم، برای اون تلقینایی بوده که کتاب اول با اسم شاه، سینما با شاه، نمیدونم تلویزیون با شاه، همین مثل این هست نوشته حسن با ماست، حسین با ماست، علی با ماست. اون وقت هم اینجوری بود، شاه با ماست، شاه با ماسخیار، شاه با ماست موسی، همه چی. در صورت ایشون هم یکی از اونها بود. اون چی که مهمه، ایشون از بین ما رفت، به قول آمریکایی‌ها rest in peace و روانش شاد و یادش گرامی باد. گوته مردی از تبار بزرگان. گوته که میدونید شاعر و نویسنده آلمانیه و اتفاقا من همین دفعه که آلمان بودم توی این سالن گوته هم یه عکسی گرفتم. و ایشون عاشق سینه چاک حافظ بوده، حتی برای حافظ شعر میخونه. حافظا خود را با تو برابر نهادن جز نشان دیوانگی نیست، تو آن کشتی هستی که مغرورانه باد در بادبان افکنده و سینه دریا را میشکافد و پا بر سر امواج مینهد، و من آن تخت پارم که بی خود، اجازه بدید باز اون رو بیارم، که بی خدانه سیلی خور اقیانوسم. در دل سخن شورانگیز تو گاهی موجی از پس موج دیگر می زاید و گاه دریایی از آتش تلاطم می کند. اما تلاطم می کند، اما مرا این موج آتشین در کام خود می کشد و فرو می برد. با این همه هنوز در خود جرأتی اندک می یابم که خیش را مریدی از مریدان تو شمارم، زیرا من نیز چون تو در سرزمینی غرق نور زندگی کردم و عشق ورزیدم. این اشعار زیبا متعلق به گوته است، بزرگ مردی که ادبیات جهان تا به امروز خود را مدیون او می‌داند، بزرگترین شاعر آلمان و یکی از بهترین شاعران جهان، که فروتنانه در برابر حافظ شیراز کرنش می‌کند و با آن همه بزرگی و اشعار سحرانگیز خود را در برابر او به هیچ می انگارد. خب میشه گفت یه مقداری هم تعارف بوده. حالا شما طرف یه تعارفی کرده، شما تعارف اون رو ور ندارید دلیل و مدرک کنید. چون یه نفر یه ویدیوی گذاشته بود، نوشته بود که ببینید چگونه مثلا نخست وزیر استرالیا اون موقع به شاه گفته شما این و شما آن، یا ببینید چگونه شاه عربستان جلو شاه رقصیده. آقا این کارا رو کردن، گولش زدن. حالا گوته و چیز در یه زمان نبودن که بخواد گول حافظ بزنه، ولی شما خیلی به این تعارف به انگلیسی میگن پریزنتری، البته معلوم شده که فیک پریزنتری است، خیلی دلخوش نکنید. و اما نیاک اکشن، میدونید که نیاک یه مدت هست که یه سازمان جدیدی رو باز کرده به نام نیاک اکشن، و این یقه خانم هیلری کلینتون رو قشنگ چسبیده که شما چرا گفتید من یکی از افتخاراتم اینه که ایرانیا با من دشمنن، یا من با ایرانیا دشمنن، دشمن هستم. و اگر خواستید این رو براتون بفرستم، بگید تا یه ایمیل بزنید تا براتون بفرستم، یا برید روی وبسایت نیاک و ببینید. یکی از اونهایی که ایرانیایی که من دوستشون دارم و کارش رو قبول دارم، ماز جبرانی هست. The time wore blackface. I wore blackface. میگه که الان وقتی بود که من صورتم رو سیاه کنم یا سیاه بپوشم. و میدونید که در جای مختلف دنیا یک موادی هست، یک لجنای مخاصی، چون اینا واقعا لجنه دیگه، یه چیزی مونده یه جایی خراب شده، حالا یا محصول نفتیه یا شیمیاییه، اینها رو روی پوستشون که میذارن میگن چرکا و کثیفی پوست رو بیرون میاره و به اصطلاح آدم رو جوون میکنه.
آقای ماز جبرانی هم رفته بود به جردن یا اردن و اونجا در دد سی، اینجا میبینید که هم مشغول شنا کردن هست و هم به خودش ماسک به اصطلاح زیبایی زده. و باز یکی از اونهایی که کارش خیلی ردیفه توی تماس با دوستانش با طرفدارانش همین آقای ماز جبرانی است و ببینید که برنامه هاش به ترتیب، مثلا امروز دو تا شو داره، یکی 7:30 یکی 9:30 در ساکرامنتو، فردا باز دو تا شو داره در ساکرامنتو، بعد 10:20 در نیوپورت بیچ، بعد میره ایست پراوینس رود آیلند و الی آخر تگزاس و اینها هم میره و خیلی فعال، خیلی خوب. ما بهترین ها رو براش آرزو میکنیم و هر وقت که بیاد واشنگتن من تا اونجایی که تونستم و کاری نداشتم به اصطلاح از پیش قول قراری نداشتم رفتم و دیدم. ساعت 3 شد من یادم رفت با آقای احمدی تماس بگیرم، دکتر نصر احمدی، بریم با هم به ایشون سلامی کنیم. شماره تلفن ایشون 818-201-5779. امیدوارم که باشن، چون ایشون بعض وقتا به من میگه یادآوری کن، میگم دیگه یادآوری نداره، وقتی هفته پیش به شما گفتیم شما باید این هفته آماده باشید تا با بینندگان ما باشید. ببینیم آقای دکتر نصر احمدی چی میگن. آقای دکتر نصر احمدی سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم، به اتفاق بینندگان با شما هستیم. یک 2 دقیقه تأخیر شد، از این بابت پوزش میخوام. ما مینشینیم پای صحبت شما درباره کتاب قانون اساسی. اگر در فاصله هفته گذشته تا این هفته سوالاتی از دوستان رسیده، لطف کنید اول به اون سوالات پاسخ بدید تا بعد برنامه امروز رو با هم پی بگیریم. بفرمایید. سپاسگزارم. حتما گفتار من الان پخش میشه از تلویزیون؟ بله 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 بله. بسیار سپاسگزارم. سلام دارم بر شما، بر همه هم‌میهنانم در هر گوشه دنیا. اگر به من اجازه بدید اول این کتاب قانون اساسی رو برم بیارم در برابر خودم. بفرمایید. سوالاتی رو که مطرح شده اول پاسخگو باشم، بعد بپردازیم به قانون اساسی که هدف و انگیزه ما فقط قانون اساسی بوده، اما در خلال کار سوالاتی پیش آمده تا به حال که گرفتار پاسخ پرسش ها بودیم. بسیار عالی. به من چند ثانیه اجازه بدید. بفرمایید. منم توی این فاصله عکس کتاب قانون اساسی رو به دوستان نشون میدم. دوستان عزیز، این کتاب در تلویزیون مردم موجود هست، این کتاب روی وبسایت موجود هست، اگر خواستید به صورت مجانی میتونید دانلود کنید بخونیدش. حدود 161 صفحه است، ولی 101 صفحهش قانون اساسی است. به نظر من جالبه. ضمناً آقای ضیا مصطفی زاده هم از من پرسیده بودن که آقای نصر احمدی کی برنامه دارن و ایشون مایل هستن سوالاتی رو مطرح کنن، ولی تا امروز من سوالی از آقای ضیا مصطفی زاده دریافت نکردم. بفرمایید آقای احمدی. جناب آقای سوربی، پوزش میخوام از تأخیر چند ثانیه‌ای که پیش آمد برای آوردن قانون اساسی. بعد از برنامه آخری که جمعه بود، نخستین بار یعنی از چهارشنبه منتقل شده بود به جمعه، 3-4 نفر تلفن کردند که ما برنامه رو ندیدیم. البته گویا شنونده نبودند یا توجهی نشده، یا امیدوارم که البته میدونم به موقع آگهی شده که از چهارشنبه به جمعه برنامه تغییر کرده. به هر روی اشکالی در این قضیه پیش آمده، معمولا در جا به جایی نقصان و کاستی پیش میاد. 3-4 نفر تلفن کردن که برنامه رو ندیدیم و برنامه رو براشون توضیح دادم که جمعه است. امیدوارم دیگر بینندگان شنوندگان هم متوجه این قضیه شده باشن. اما من 3 تا تلفن و 1 نامه داشتم که برنامه چهارشنبه رو چون رسمی شدن مذهب در ایران بوده و شما 3-4 جابجایی مذهب رو برای رسمی شدن توضیح دادید، از آقای سوربی خواهش میکنم تقاضا بکنید به نوبت ما. و البته 2 نفرشون هم نوشتن که میتونید اسم ما رو هم عنوان بکنید، اما خب من به لحاظ اخلاق شاید این کار رو نکنم. این است که متقاضی شدن که اگر هموار هست پوزش میخوام از دوست عزیزی که الان سر خط هستن و تلفن میکنن، چون من برنامه رادیو دارم استفاده میکنم، برنامه تلویزیون تلفن نفرمایید.
اکو میشه و گوش منم اذیت میشه متاسفانه. استدعا میکنم تلفن رو قطع کنید هر کسی که زنگ میزنه. من الان برنامه تلویزیون رادیو دارم. دوست عزیز، دوست ارجمندی که تلفن میفرمایید، برو جناب آقای سربی، تقاضای 3-4 نفر از هممیهنان من این است که اگر براتون همواره، البته خاصیت برنامه شما هم در همینه که بازپخش دارید برنامه رو، استدعا میکنم اگر هموارتون هست برنامه جمعه رو که هفته پیش بود در ساعات دیگری تکرار بفرمایید. آیا براتون هموار هست؟ بله بله. بسیار سپاسگزارم. پس پاسخ هممیهنان گرامی به من داد. اما دو نفر سوال کردن که شما هفته پیش گفته بودی که برنامه جدایی بخشای از ایران رو که به روسیه ملصق شد و بخشای از خاور ایران، شرق ایران یعنی افغانستان چطور از ایران جدا شد. خیلی خوب، این وقت زیاد میگیره، اما خب من به ناچار باید توضیح بدم چون ریشه در مسئله مذهب داره، ناچار هستم یک توضیح کوتاهی بدم به همین مناسبت، چون قانون اساسی مبتنی بر جدایی دین از حکومت هست. البته یک گام فراتر از قانون اساسی امریکا و جهان آنگلوساکسونی، تقریبا به فرانکو نزدیکتره، یعنی لایسیته. قانون اساسی فرانسه خب معلومه پیشرفته تره، برای اینکه اون لایسیته هست، یعنی افزودی بر این که دین از حکومت جداست با احترام به دین، که دو نوبت هم من توضیح دادم، خودم با چشم خودم رئیس جمهور فرانسه را در دو نوبت در دو کلیسا دیدم به همراه زن و فرزند، و مذهب هیچ دخالتی در روش حکومتی نداره، که هیچ مردم مخیر و آزاد هستند دینی رو بپذیرند، دینی رو رد بکنند، بی دین هم باشند. این می شود لایسیته، یعنی یک گام فراتر از سکولار. منتها رادیو تلویزیون های فارسی زبان ما بعد از انقلاب معمولا امریکا هست، اروپا رادیو تلویزیون به اون صورت نداره که این مسائل توضیح بدن. بیشتر برنامه گذاران، روزنامه نگاران، گردانندگان رادیو و تلویزیون ملهم از فرهنگ سیاسی امریکا هستند، یعنی سکولار متوجه شدن اما متوجه لایسیته نشدن. بنابراین در برنامه تیوی مردم من این مسئله رو از برگرفته از قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران یا رایستانی توضیح میدم. این است که اصل اساس کار این قانون اساسی افزوده بر سکولار لایسیته هم هست. و اما انتقادی که پیوسته از من میشه و جسته گرفته از رادیو تلویزیون ها پیشتر و پیشتر شنیده بودم، حتی 3 ساله اول که من گمان میکردم قانون اساسی در درازا 1 هفته و نه بیشتر ماشین میشه و بعد از 1 هفته به چاپ میرسه، کار ماشین نویسی و چاپش به 3 سال کشید. در خلال این 3 سال خب داستان مفصلی است، 19 ماشین نویس این کار انجام ندادن، 20 به هر حال انجام داد، 6 چاپخانه انجام نداد، 6 چاپخانه فارسی یعنی ایرانی، 1 چاپخانه امریکایی سرانجام انجام داد، چون این قانون اساسی هست. خب یک سوال برانگیزه، 2 حکومتی بر سر کاره که بسیار خسرو پرویزوار، نه حاتم طائی‌وار، متاسفانه نویسندگان شاعران ما تکیه کردن به حاتم عرب، خسرو پرویز همسر شیرین، یعنی شاه بسیار تا روزهای آخر حکومت بسیار مهربان، شجاع، بیباک و قلمرو جغرافیاییش هم بعد از داریوش و خشایارشا، یعنی داریوش یکم، پهناورترین قلمرو جغرافیایی جهان بوده هست تا به الان که خدمت هممیهنان گرامی من گفتگو دارم. خسرو پرویز بسیار بخشنده بود، بسیار بخشنده بود. این است که حکومت اسلامی که بر سر کار برای بقا خودش خسروار، خسرو پرویز باز نوار بخشش میکنه و به راحتی اپوزیسیون رو میخره و خریده، یعنی شاید 95% رادیو تلویزیون ها، به طور قطع و یقین 99% سیاستمداران خریده جمهوری اسلامی هستند، نصر احمدی میگوید با اطلاع دقیقی که دارم. بنابراین نقص وجود قانون اساسی برای حتی ماشین نویسی که میخواد ماشین بکنه براش شره، براش آزار و اذیته، و برای خوشایند جمهوری اسلامی
خب معمولا ماشین نویسای ساکن کالیفرنیا چون از یک آبشخور آب میخورن، علاوه بر مزدی که میگیرن از نویسنده، همدیگه رو خبر میدن از کاری که در پیش دارن. یعنی هر منشی، هر ماشین نویسی در کالیفرنیا مخصوصا وقتی کاری رو تایپ میکنه، به طور قطع و یقین بالای 90% ماشین نویس ها آگاهی دارند از کاری که زیر دست اون ماشین نویسه، تا چه رسد به قانون اساسی. مدام به من انتقاد میشه که چرا یک تنه قانون اساسی نوشته شد. خودم از چند رادیو تلویزیون تا حالا شنیدم. خیلی خوب، ما گروهی هستیم آواره خارج از کشور، نه حکومتی پشتیبان ماست، نه دولتی تأمین میکنه، نه وزارت فرهنگی داریم و نه الان مجلس مؤسسانی تشکیل شده از پدید آورندگان قانون اساسی نظر میخوان یا خود مؤسسان یکم و مجلس ملی میخواد قانون اساسی بنویسه. بنابراین این قانون اساسی جناب سروی یک راهکاری هست برای آینده اون مجلس مؤسسان. چرا؟ فردای آینده ممکنه امشب کودتا بشه، ممکنه 15 سال دیگه مردم به فراست دریابند که برای یک هدف مقدس به میدان بیان، یک حکومت پارلمانی رو بخوان، ممکنه قدرت‌های خارجی فشار بیارن به جمهوری اسلامی مثل سایر قدرت‌های جهان آسیایی و عرب‌ها اینا رو از صحنه به در بکنن، بر روی اون وقت ناچار هستن که یک قانون اساسی باشه. در فردای آینده به طور قطع و یقین اگر قانون اساسی از پیش معین شده، نه به طور 100% الزاماً این قانون اساسی باشه، برای اینکه سرنوشتش دست مردم، دست مؤسسان یکم و دست مجلس ملی، نمایندگان منتخب ملت ایران، بالاش بکنن، پایینش بکنن، کمش بکنن، زیادش بکنن، اضافهش بکنن، هرچه دست خودشونه. قانون آسمانی نیست، قانون زمینیه. در فردای آینده ایران اگر یک راهکاری نباشه، به طور قطع و یقین سازمان مجاهدین به یک سو میکشه، شریک های فدایی به سوی دیگری، راهکارگر به جهت دیگری، مشروط خواهان به سمت دیگری، طرفداران نظام پارلمانی به سوی دیگری، باقی مانده های همین حکومت و جبهه ملی و دیگران و دیگران نهضت آزادی. به حال یک گرفتاری بسیار عجیب و غریبی داریم که اگر به کشتار میلیونی نکشه، تجزیه مملکت رو تا 90% تهدید میکنه. بنابراین برخلاف گفته دوست عزیزم آقای امیدوار که بلا فاصله در آخرین لحظه برنامه، نخستین برنامه، به آقای مینویی گفتن که این قانون اساسی پراکندگی ایجاد میکنه، چون ایدولوژی درش راه نداره، جناب آقای سربی هر گروه سیاسی اگر اینو بخونه و اسم نویسنده رو ندونه، گمان میکنه که حتما خودشون نوشتن. چرا؟ چون منافع گروهی و سیاسی همه آحاد ملت ایران درش هست، چون ایدئولوژی درش نیست. ایدئولوژی اندیشه دیگری رو تحمل نمی کنه. این عیب بزرگی دوستان. ببخشید که اشکالی در این تلفن هست و هفته پیش هم همین مشکل بود. من یادمه که وقتی با آقای آریانپور هم، نه با آقای عقیلی‌پور تماس می گرفتیم، هر از 15 دقیقه تلفن ایشون قطع می شد و نمیدونم چرا. باید به آقای احمدی بگیم که با شرکت تلفن تماس بگیرن و بگن که چرا این تلفن. آقای احمدی نمیدونم شما تلفنتون قطع شد. هفته پیش هم 3 نوبت این اتفاق پیش افتاد. حالا بهروی من که سعی میکنم دستمو خیلی یعنی اصلا تکون ندم و یک جای ثابت ننشینم. نه، یه سوالی دارم که خودم که مثل خودم که ثابت در اندیشم هستم و به جای وابسته نیستم، این تلویزیون هم، این تلفن هم جز به دست من به جای بسته نیست. بهروی ولی یه سوال دارم، چون ما قبلا هم با آقای عقیلی پور 2-3 سال پیش وقتی صحبت میکردیم، هر از 15 دقیقه تلفن ایشون قطع میشد. بعدا گویا ایشون با شرکت تلفنشون تماس گرفت و مشکل حل شد. شاید شما اگر این مشکل رو بازم دارید، به شرکتی که تلفن رو ازش گرفتید تماس بگیرید، بگید وقتی من صحبت میکنم هر 12 دقیقه تا 15 دقیقه قطع میشه، شاید بتونن بگن مثلا تلفنتون رو ریفرش کنید درست بشه. بسیار ممنونم از این راهنماییتون، حتما این کارو خواهم کرد، چون به حال آدم تکنیکی هم نیستم و این راهنمایی تکنیکی شما بسیار خوشنودم، حتما این کار خواهد شد. ف...
فقط تا به حال یک نوبت پیش آمد که در هفته پیش سه دفعه تلفن قطع شد. امیدوارم که این مشکل هم حل بشه. بعد از برنامه حتما تماس میگیرم. بسیار سپاسگزارم. بر منظور این است که جناب آقای سوری یک راهکاری باشه برای آینده، چون این قانون اساسی دور از ایدئولوژی هست و هیچ جهت‌گیری سیاسی درش نیست. ایدئولوژی هم از پیدایش بشر تا به حال با بشر زاده شده. یعنی خب جدید واژه را براش گذاشتن، یعنی از لاتین به فرانسه و دیگر زبانها، لوژی به معنای شناخت، ایده یعنی عقیده رو میشناسونن و تعمیل میکنن به دیگری. بنابراین آدم ایدئولوژی گرا ایده دیگری براش قابل تحمل نیست. از این روی هست که این دشمنی بین طرفداران ایدئولوژی پیش میاد. این است که این قانون اساسی هزار فرسنگ از ایدئولوژی بدوره. درست منفعت سازمان مجاهدین، منفعت چریک‌های فداهیون، منفعت کمونیست جماعت، منفعت جبهه ملی، حتی منفعت مشروط خواهان در کاره، حتی حرمت رهبران مذهبی. چرا؟ چون در جای جای این قضیه با توجه به جدای دین از حکومت در این قانون اساسی، حتی قداست دین هم پیش رفته. چرا؟ چون مسئله دین رو یک مسئله اخلاقی جلوه‌گر کرده. اخلاق در درون آدم ها، پیوند انسان با آفریننده، هر چه اسمشو میذارن. خیلی خوب، به زبان عرب آمدن با سرنیزه و شمشیر و کار و خنجر به ما گفتن شما به جای اورا مزدا بگوید الله. ما هم گردن گذاشتیم گفتیم الله. فرانسه یه مدت قدرتش در جهان هنوزم تقریبا جز اول هاست، آمد گفت دیو، ما هم پذیرفتیم. یه مدت انگلیسی ها آمدن گفتن گاد، ما هم در ارتباط با انگلیسی ها گاد میگیم. بنابراین بحث بر سر آفریننده و انسان هست. یعنی در این قانون اساسی رابطه اخلاقی و اون عالی ترین ژرفای انسانی، یعنی پیوند با خدا، درش مطمئن نظر هست، منهای حاکمیت دین. چرا؟ چون حاکمیت دین در هر دوری از زبان رهبران مذهبی به هر طریقی تغییر میشه. در دوره صفوی به یک شکلی بوده، در دوره زندیان به یک شکلی بوده، در دوره پهلوی شکل دیگری داشته، حکومت جمهوری اسلامی یک گونه دیگری هست. حتی بین رهبران حکومت اسلامی همین در سر امام زمان دو عقیده مختلف هست. یکی به بر این باورند که امام زمان باید خودش، یعنی جهان فساد بشه، تباهی بشه و برسه به بنبست و امام زمان ظهور بکنه. یک گروه دیگه میگن نه، ما بر این اعتقاد هستیم که خودمون با شمشیر مبارکمون گردن آدمهای ایرانی رو، و اگر زورمون برسه عراقی ها، سوریایی ها، یمنی ها و دیگران رو بزنیم تا امام زمان به راحتی بیاد بر سر فرش قرمز قدم بذاره و بره بر جایگاه بنشینه. این عقیده حاکمان کنونی جمهوری اسلامی هست. عقیده اولی مربوط میشه به عقیده آیت الله شریعت مداری، آیت الله میلانی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله بروجردی، حتی سیاستمدار معروف مذهبی ابوالقاسم کاشانی، اونها اعتقادشون بر اون قضیه بود. اما حکومت مداران کنونی عقیدهشون بر این هست که نه، ما خودمون زحمت امام زمان کم بکنیم، گردن بزنیم تا امام زمان به راحتی بیاد. بنابراین فرق دینی انواع گوناگون داره، اینجا درش ایدئولوژی راه پیدا میکنه. به همین مناسبت این قانون اساسی برگرفته از یک آرمان انسانی مبتنی بر دانش با تکیه به دموکراسی آتنی، یعنی جهان غرب. یادم هست دو سه هفته پیش از من پرسیدید که بینندگان و شنوندگان میگن که دکتر احمدی چه خیلی از دموکراسی آتنی دیده. خیلی خوب، این دموکراسی غربی و آتنی رو در مقایسه با دسپوتیسم شرقی، یعنی دیکتاتوری مطلق شرقی وقتی مقایسه میکنیم، ما جهانمون جهان اوتوپی و جهان خیالاتی که نیست، که جهان واقع هست. در جهان واقع امروز نظام‌های پارلمانی که عالی در این شکل دموکراسی بشر هستند و ممکنه 100 سال دیگه عقیده دیگری بیاد و بهتر باشه، در شرایط کنونی عالی ترین شکل نظام، نظام پارلمانی هست. ما دو نوع حکومت در دنیا بیشتر نداریم، یکی پادشاهی هست، یکی جمهوری. پادشاهی چهار نمونه، سه نمونه استبدادی وحشتناک هست و یک نمونه عالی به نام پارلمانی. البته ایدئالی است، صد مطلق ایدئالی است، مثل هلند، مثل بلژیک، مثل اسپانیا، مثل نروژ،
مثل با پوزش مثل دانمارک، مخصوصا دانمارک، سوئد، انگلستان، اینها کشورهای پادشاهی پارلمانی هستند. با توجه به حرمت و فرهنگ و سنت ایرانی این قانون اساسی نوشته شده، با تلفیقی از داده های حکومتی این کشورها برای نظام پادشاهی پارلمانی و اما برای جمهوری، جمهوری پارلمانی به سبک و سیاق و شیوه پرتغال، آلمان، منهای فدراتیو غیر سانترالیزم. چون اگر ایران به سبک آلمان بشه، جناب آقای سوربی، شاید یک هفته طول نکشه ایران شش قسمت میشه، درست شش قسمت، و شاید بیشتر به لحاظ شناخت جغرافیایی و قومی و اون داده های جامعه شناسی که من از ملتم دارم، از کشورم دارم، من میگم شیشتا، ممکنه بیشتر. اگر به سبک آلمان بشه، یعنی هر ایالتی حکومت خود مختار خودش رو داشته باشه با مجلس های ملی خودش، ایران فاجعه میشه، یعنی چیزی از ایران باقی نمیمونه. بنابراین با توجه به فدرالیسم، فدرالیسمو بر اساس این قانون اساسی یک فدرالیسم مرکزی، یعنی سانترالیسم در اصطلاح علمی جامعه شناسیش عنوان شده، مثل آلمان، مثل پرتغال، مثل اسرائیل، مثل هند که دموکراسیش یه خورده شکوفاتره به اون سبک نظام جمهوریش. بنابراین هم رعایت جمهوری خواهان شده، هم رعایت طرفداران پادشاهی به لحاظ اون سنت و تاریخ گذشته ایران. وگرنه پادشاهان، جناب آقای سوربی، اینقدر ظلم کردن. من در کتاب حکومت پارلمانی که آماده کردم برای چاپ چند سال پیش و امکانات چاپیش فراهم نشده، از زمان یعقوب خان حساب بکنم، یعنی اولین سلسله حکومت ماد که از قضا پدر بزرگ مادری کوروش بزرگ هستند، یعنی کوروش سوم، با اون بیداد بر سرشون رفت وسیله کوروش. حالا کوروش البته ببخشید نعوذ بالله شده پیغمبر، من نمیدونم، حالا آدم تاریخی نمیتونه پیغمبر باشه هر چقدر هم خوب باشه. بر من برآورد کرده و بر اساس تحقیق بیش از 385 یا 6 نفر یا پدرشون رو کشتن، یا برادرشون رو کشتن، یا بچه هاشون رو کشتن و کور کردن. شما شاه عباس کبیر که مجلس ایران لقب کبیر بهش داد، چرا نمیدونم، البته به دستور دربار، چون میخواستن همتای رضا شاه پیدا بکنن. حالا داریوش بله شایسته کبیری بود، اما اگر من به عنوان یک عضو مجلس اون زمان ایران میبودم که هرگز نمیخوام مجلس برم در هیچ دوری از تاریخ زندگانیم، هرگز هرگز اگر سرمو میبریدن شاه عباس رو به نام شاه عباس کبیر امضا نمیکردم. شاه عباسی که سه پسر داره، یکیشو میکشه، دوتای دیگر چهار چشمشون رو در میاره میذاره توی سینی. جناب آقای سوربی، شما به عنوان یک نماینده مجلس در اون زمان آیا حاضر بودید شاه عباس کبیر رو زیر ورقه رو امضا کنید که ایشون کبیر باشه؟ نه. خیلی خوب، ما پادشاهان فراوان داریم، آدم داریم 12 سالگی باباش فرستاده در زندان، 36 ساله از زندان بیرون میاد روز مرگ پدر، 36 نفر از خاندانش گردن میزنه. خب حق داره، بیچاره بچه رو فرستادین زندان تو سیاچال روانی شده، خب این میشه پادشاه ایران. چرا من آمدم گفتم پارلمانی؟ که از اون لغزش ها و خطاها جلوگیری بشه. اصلا زمان ملاک نیست. شما مگر در قرن 21 الان این دیکتاتوری رو در بسیاری کشورهای جهان به وضوح نمیبینید؟ چرا؟ در داعش میبینید، در همین عراق شکست خورده میبینید، در جمهوری اسلامی میبینید، در خیلی جاهای جهان میبینید، حکومت دیکتاتوری وحشتناک رو در قرن 21 داریم میبینید. بنابراین قرن 18، 19، 14، 12، 10 خب دیکتاتوری اوج بوده، یعنی یک کمک خداوندی بوده، کمک الهی بوده. شما در گذشته های بسیار 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 دور در یشت آمده، به گمانم در بند 12، دقیق نمیدونم، میگوید فره مهدت ایست ایزدی که بندون هر که رتابت بر همگنان سروری یابد. آخه این حرف درسته؟ تازه زرتشتی های ما به سینه میزنن، میگن بهترین دین، دین خوب، دین خوب. خب آقا همین زرتشت پوست کنده، پوست کندن در مکتب زرتشت بوده، بوده هست، قطع انگشت در آقا زرتشت هست،
جزیه در زرتشت هست، جناب آقای سربی قصاص در زرتشت هست. چرا ما در این نظام پارلمانی گفتیم دین سر جای خودش ولی در حکومت نیاد؟ برای ترس از این قضایاست. شما در آیین شیعی، در آیین اسلام این تازیانه زدن، قصاص، تاوان، جزیه، خب همش هست. جمهوری اسلامی همه اجرا نکرده، باور کنید. اونایی که به عمرشون قرآن ندیدند یا یک کتاب تاریخ هم نخوندند اصلا نمیدونن زرتشت کی پیغمبر شد، کی آیین آورده و دم از زرتشت گری میزنند به نام اپوزیسیون در تلویزیون ها. خب طرف آژانس معاملات ملکی میاد برای من نصیحت میکنه، منو آیین حکومتی میخواد به من یاد بده، این نمیشه. طرف سلمونیه اومده جلو دوربین، خب این پول جمهوری اسلامی در کاره که میگه ملت رو مسئول کنید. خب بنده این حکومت شناس رو میخواد دوزی بده برام آیین حکومتی رو، حمله میکنه به اسلام در تایید زرتشت. نه آقا، همه ادیان مثل همان با یک ذره تغییر فرقی نمیکنه. شما اگر بنا باشه تورات رو، یعنی آیین کلیمی رو بخواید اجرا بکنید، پوست از گله آدم ها کنده میشه. همه ادیان همینه، حرمت دین سر جای خودش، در درون آدم، در دل آدم، اما در حکومت نیاد. خب اگر این اونفا دیوانه هستن، اینها که اهل دانش کتاب هستن، ما که اهل دانش کتاب نبودیم. 870 سال پیش جناب آقای سربی سربون درست شد. چرا سربون مدل دانشگاه جهانه؟ چون اول دانشگاه بوده، یعنی البته بعد از مدرسه هنر در ایتالیا، در فلورانس ایتالیا یک مدرسه درست کردن، مدرسه هنر بود، یعنی تئاتر بود و معماری، موسیقی و معماری، دی آرت فیرنسه. این یه 40 سال بیشتر از سربون بود، ولی دانش اجتماعی، علوم انسانی و خدماتی درش نبود، یعنی طب، سیاست، دانشناسی، حقوق اینها نداشت، تاریخ، باستانشناسی اینها رو نداشت. اینها مگه دیوانه هستن حکومت رو از دین جدا کردن؟ آمدن گفتن و نوشتن و نوشتن، دیدن زودش نمیرسه، خیلی خوب فکر آماده کردن. اما یه دفعه یه ناپلئون بناپارتی پیدا شد، یک سرباز مونتا تعلیم آموخته مکاتب فرهنگی از ایتالیا، ایتالیایی بود، ولی اون زمان کورس وابسته شده بود به فرانسه، چون فرانسه، ایتالیا، آلمان، انگلستان پیوسته اینا در جنگ بودن. فرانسه انگلستان بیش از 228 سال با هم در جنگ بودن. یه در فرانسه متاسفانه باز هم صدای ایشون قطع شد. اجازه بدید تماس بگیریم، امیدوارم این اشکال برطرف بشه، چون یه مقداری آزاردهنده است. میدونم برای شما دوستان که دارید گوش میکنید، ضمناً برای خود ایشون هم رشته سخن از دستشون خارج میشه. 818-201-5779 امیدوارم شاد و خوش باشید. خواهش مندم پس از زنگ تلفن پیغامتونو. بله، خب ایشون هم حتما تلاش میکنه که با ما تماس بگیره و به همین خاطر تلفن رفت روی پیامگیر. بذارید باز زنگ بزنیم، یا اینکه این بار هم اگه رفت پیامگیر دیگه ما صبر میکنیم تا ایشون با ما تماس بگیره. البته هفته قبل ایشون رو من گفتن که باید بفرمایید. آقای احمدی بازم قطع. بله، با پوزش از میهنان گرامی بسیار پوزش میخوام. نمیدانم آخرین جمله من کجا بود، در روی میخوام عنوان کنن در رابطه با این بود که فرانسه و فرانسه و ایتالیا سالهای سال با هم میجنگیدن. بر روی پاپ برای نخستین بار با دست بسته آمد
نزد ناپلئون بناپارت و گفت به احترام مردم، به احترام خود دینه، خیلی خوب دستشو آزاد بکنید و ببریدش در نزدیکای ورسای، در اونجا در یک قلعه محبوسش بکنید. و خودش هم به دست خودش تاج به سر گذاشت. از اون زمان این لائیک پیش آمد، آرام آرام سکولار، ببخشید سکولار پیش آمد، آرام آرام بردن به مرحله لائیسیته یا لائیک. و الان جهان اروپایی اگرم خوشبخت نباشه اما نفسی از آسودگی میکشه. اگر دلش خواست کلیسا میره، اگر نخواست نمیره. به احترام عیسی مسیح هم من دیدم، در ارتباط بودم با فرانسویان، زمان فراگیری سن من بوده در اروپا، خب آدم 24 ساله که پیجوی دانش هم هست، تمام وجودش خب میخواد یاد بگیره، میخواد بیاموزه. تا 12 سال پیش که من اروپا بودم، فرانسه بودم، خونه فرانسوی هایی میدیدم به احترام عیسی مسیح شمع روشن میکنن، به کلیسا میرن یک شنبه ها. اغلب مردم با توجه به این که لایک هستند ولی حرمت دین هم سر جای خودشه، اما وقتی حکومت از مذهب نشأت میخواد بگیره، چون مذهب پاسخگوی جامعه نیست، مردم کاستی در مذهب میبینن. به ویژه مدعیان رهبری مذهبی و حکومت، اونها مورد نفرت جامعه میشن. من یاد دارم آقای سربی، خیلی از بچگیم تا اول جوانی که ایران بودم، هر آدم مذهبی که رد میشد با عمامه با نعلی مردم احترامش میکردن، از بچه کوچک تا پیرمرد تا پیرزن، و تعارفش میکردن که جلوشون را بره. حالا طرف بی سواد بود، اصلا آخونده سواد خوندن نوشتن نداشت، ولی چون عمامه داشت و نعلین و عبا. همه هم که سعدی نیستن، سعدی بزرگوار گفته عبای به لیلانه برتر کنن، لیلانه به معنای شب، شب سیاه، این لیلی هم سیاه بود اتفاقا، لیلی که مجنون عاشقش بود، عبای به لیلانه برتن کنند، به دخل حبش جامعه زر کنند. دخل حبش یعنی گنج بادامون حبشه. بگردند اطراف بازار و کوی، به رسم عرب نیمه بربست روی. مبین در عبادت که پیرند و سوست، که در رقص حالت جوانند و چوست. سعدی بزرگوار گفته. من اتفاقا برای دوست دارشمندم دکتر افشارا این تکر رو دو سه هفته پیش بود خوندم، اصلا حیرانمون که سعدی بزرگوار به این شکل، خودش خوب سعدی شناسم، که به این شکل سعدی مذهبیون رو معرفی کرده به جامعه. از طرفی خود سعدی پیغمبر اسلام رو تعریف میکنه، دین رو تعریف میکنه، دین رو لازمه میدونه برای اخلاق، اما میگه جنگ دین بیهوده است. یکی جهود مسلمان نزاع میکردن که خنده گرفت از حدیث ایشانم، به تیره گفت مسلمان، تیره به معنای خش، مسلمان زود جوشه، زود عصبانی میشه، به تیره گفت مسلمان گر این قراره من درست نیست، هم چطور جهود میرانم؟ جهود گفت به تورات میخورم سوگند، وگر سخن من درست نیست هم چطور مسلمانم؟ سعدی قضیه حل کرده. به همین جهت من آمدم این قانون اساسی را با بار الهامی از سعدی نوشتم. من یاد دارم 21 سالم بود، دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی که وزیر علوم شد، استاد حقوق اساسی بود، قانون اساسی امریکا درس میداد، که من اعتراض کردم که چرا مشروطه را درس میدید، قانون مشروطه را، و داستانشو قبلا در همین تلویزیون رو شما در گفتگو با شما عنوان کرده بودم. به من میگفت شاگرد سعدی خوانده دانشکده حقوق. بنابراین با اون بار الهامی من آمدم این قانون اساسی رو نوشتم. اینقدر من اون مورد انتقاد قرار ندید که چرا یک دنه نوشتید. خیلی خوب، من اگر میخواستم با صفت های هزار صفت نوشتم اصلا نوشت نمیشد. من که نمیتونستم برم مشروع محمد باقر بقال و یا حیدر نجار رو التماس کنم بگم بیا کمکم قانون اساسی بنویس، یا اون آقای معلم قلب و یا معلم جراح قلب و جراح مغز اصلا بیچاره که کتاب سیاست و قانون که بهش دست ندادن حکومت، اون که این چیزه رو ندیده، یا اون دکتر اتم. من خودم برادرم دکتر اتم، استاد اتم در دالاس، این بلد نیست نامه به مادرش بنویسه، نمیدونه، هر کی به کار خودش. اینقدر منو مورد شماتت و انتقاد قرار ندید. شما بنویسید نصر احمدی با هزار نفر نوشتن. آقای سرمی، من واقعا اختیار به شما میدم به عنوان یک بلندگو،
شما اعلام کنید قانون اساسی رو 2000 نفر نوشت تا قرار قضیه کنده بشه. اگر مسئله نسل احمدی به حسادته، خیلی خوب آقا بس کنیم این حسادت رو. نمیدونم، من در کمال خضوع فروتنی و خشوع میگم اصلا بینیشن 2000 نفر. اون فردای آینده ایدان که مؤسسان کمتر از 1000 نفر نخواهد بود، سرش نظر میده یا ردش میکنه یا همه را میپذیره یا 99% قبول میکنه یا 20% قبول میکنه. یک راهکاریست برای آینده، راهکاریست به گمان من که نه به طور قطع یقین برای خوشبختی و سربلندی ملت ایران در پیشگاه جهانیان. میخوام ثابت بکنیم که تونستیم از فرانسه هم یه سرگردن جلو بریم با قانون اساسیمون. چرا؟ چون در حکومت فرانسه رئیس جمهور رئیس دولت هم هست. در امریکا آقای رئیس جمهور حق به تو داره، حق به تو رو ما به یه نفر نمیدیم، یه نفر رو بدیم مخش معیوب باشه. ما که همه مخشناس که نیستیم، همه رو به لحاظ روانی که امتحان نمی کنیم. پادشاهان ما بسیار اصلا بیشترشون دیوانه بودن، بیشترشون مریض بودن. دارالمجانی نبود که اینا رو ببرن دارالمجانی تیمارستان، ما زورمون نمی رسیده. پادشاهی که 12 برادرش رو 12 برادر پسرموش رو میکشه، پادشاهی که 36 پسر و برادر و پسرمو رو میکشه، وای به حال ملت. پادشاهی که 2 بچهشو چشمشو در میاره، لقب کبیر هم بهش میدن، یه بچهش هم میکشه، نوش هم اون نوش چشمشو در میاره. این مکافاته، ما نباید دیوانگان سرنوشتمون رو بسپریم. سرنوشت به دست اوغلاش. ارسطو بیچاره، سقراط، افلاطون، اینها آمدن پیریزی کردند. کسانی مثل سعدی بزرگوار بزرگترین نصیحت الملوک نیست کره ارضه، ولی چون ایرانی بیکسه. آقای سردی خودستایی میشه، سعدی بزرگوار میگه خودستایی همه کفر است، خودپرستان به حقیقت پرستند خدا را. باور میکنه اگر نصر احمدی مثلا ژاک اوبل بود، مثلا جورج، مثلا چه میدونم جورج پینتو، مثلا باور میکنید الان در جهان 10 بار در همین یک سال کاندیدای نوبلش میکردن که من صد تا نوبل رو به هم رایگان بدن نگاش هم نمی کنم. ولی ایرانی هستن، ما ایرانی خودمون به جون هم میفتیم. من قداست دین در این قانون اساسی آوردم، ولی یک تفاوت هست. علی ابو طالبی که مادر من میشناسه با علی ابو طالبی که دکتر نصر احمدی میشناسه تفاوت داره. ملاحظه می فرمایید؟ الو؟ بله هستم، می فهمم. بله بله، علی ابو طالب، علی ابو طالبی که مادر من می شناسه با علی ابو طالب نصر احمدی دو مقوله جداگونه است. من هم علی ابو طالب رو می شناسم، حرمت گذارم هستم، مادر من هم می شناسه. اما شناختی که اون داره، اون ذاتی از خدا میدونه، اما من نه، انسان زمینی میدونمش با عمل کرد و کار کردش از دید تاریخ و بی‌حرمتی هم بهش نمی کنه. بنابراین قانون اساسی یک راهکار کاملا آلمانه است، کاملا کاملا منطقیه، با داده های ایرانی کاملا هماهنگه. درسته بار الهامش از جهان غرب هست، درسته یک بخشیست از شیوه قانونگذاری در جهان غرب که به من آموختن. ما که در ایران اصلا تخصص قانونگذاری نداریم، تو دنیای غرب داریم. حتی حکومت شناسی برای تخصص نداریم. حکومت شناسی خب باید باشه دیگه، در جامعه شناسی سیاسی و در علوم سیاسی باید باشه. جامعه شناسی به گمان حتی دکترا هم درست شده بعد از انقلاب، قبلا نبود، ولی باید با دکترای علوم سیاسی داشتیم. یعنی سالانه 10 نفر فقط دانشگاه تهران داشت، دانشگاه دیگه نداشتن. بعد براشون تا دکترا هم گذاشته بودن، من یاد دارم، ولی چیزی به نام حکومت شناسی نبود. خیلی خوب، چون بار الهامی از غرب هست، ناچار باید قانون اساسی برگرفته از نامش غرب باشه با توجه به سنت و فرهنگ ایرانی. اما پوزش میخوام از کسانی که تلفن کردن و پیغام گذاشتن، یک پیغام، 3 تا تلفن و یک نامه. شما هفته پیش با آقای سربی مطرح کردید که راجع به این که مذهب تأثیری داشته در جدایی بخشی از ایران که مربوط شد به روسیه و بعد شوروی و بخشی از کشور به نام افغانستان از ایران جدا شد، توضیح بدید. اگر جناب آقای سربی وقت هست در این زمینه، من به اختصار یک توضیح کوتاه در این زمینه داده باشم که رضایت خاطر
بینندگان و شنوندگان گرامی هم فراهم بشه. به گمانم کسان دیگری هم متقاضی این کار هستند، اما من 3-4 نفر تلفن داشتم. بفرمایید، وقت دارید. بله بله، نمیدونم افغانستان رو من شروع کنم جناب سرمی یا جدایی ایران از روسیه رو، بخش افغانستان ولی یا بخش، سعی کنید که در 15 یا 16 دقیقه تموم بشن دوتاشون هر کدوم. بله، کدومشو اول من توضیح بدم، ممکنه نرسیم یه بخش بذاریم برای بعدا. به نظر من هر کدوم که زودتر سوال کردن یا هر کدوم که بیشتر مهمه از نظر شما فرقی نمی کنه، هر دو مهمه. افغانستان یک کشور و این که در شهر ما هم راستش دو کشوره، ولی بر روی از ایران جدا شدن داغی بر دل هر ایرانی هست، هر میهن دوستی، خویشاوندان، گذشته های دور تاریخی. هر دو روش حدود 350 سال پیشه، یعنی بخشی که از ایران جدا شد به شوروی مستقر شد، پیوسته شد، تاریخش 350 سال پیش شروع شده. تاریخی که افغانستان زمینش از ایران جدا شده تقریبا 356 سال پیش بوده و این مربوط به قاجار نیست، مربوط به دوره صفویه است، یعنی پیش از افشار، پیش از زندیان پیش آمده، درست تقریبا دوره های میانی سلسله صفوی. خیلی خوب، میم از افغانستان شروع میکنیم. خب ایران و افغانستان یک کشور بودن، پایتختش یه زمان بخارا بوده، یه زمان سمرقند بوده، یک زمان غزنین بوده، سلطان محمود غزنوی، سلطان مسعود غزنوی، دو برادر پسرای نونوا، پدرشون هم شاگرد نونوا، یه نونوای دیگه بود، اون نونوا شاگرد نونوا، یه نونوای دیگه بود. بنابراین پادشاهان ما گاهی اوقات رویگر، چوپان، دو سر گردن زن را، یعنی سربودمان ها معمولا بودن، یعنی 90% پادشاهان ما از پایین ترین قش جامعه بودن. نمونه رضا شاه، رضا شاه بسیار دشوار الان در قرن 21 نام پدرش رو 97% ایرانی به طور قطعی یقین نمیدونن. از پایین ترین قش آمدن شدن پادشاه، اما ای کاش اون رنج و بدبختی و مرارتی که خودشون داشتن در جامعه حس می کردن، اما متاسفانه وقتی اینا قدرت گرفتن از جامعه به دور شدن، یعنی کاملا خودشون فکر کردن که اون فتره ایزدی آمده که در اصل 35 قانون اساسی هم آورده شده. متاسفانه یعنی دانش آموختگان ما، حتی فرهنگ رفته های ما، اون مطلب رو در قانون اساسی نوشتن. بر روی افغانستان و ایران یک کشور بوده، اون زمان که این مسئله پیش آمد پایتخت اصفهان بود. یه ایلی هست به نام خلجایی نزدیک قندهار، جناب آقای سرمی، و متاسفانه مورخین ما نوشتن محمود افغان، یعنی کاملا افغانستان یک کشور حساب کردن، ایران کشور دیگری. اما نه، یک آدمی از ایل خلجایی بغل قندهار که یکی از شهرهای ایران بوده، به زمان شاه سلطان حسین صفوی، خب این ادعای استقلال میخواسته بکنه، ادعای سروری میخواسته بکنه. چرا؟ چون سنی مذهب بود. شاه سلطان حسین هم شیعی مذهب متعصب بود، یعنی از اون مذهب خشک های یا خشک مذهبیون بود که در اصطلاح عامش چیز دیگری میگن، اما من اون واژه رو به کار نمیبرم، لابد خود شما جناب سربی میدونید. این آقای رئیس ایل خلجایی اسمش میرویس بود. میرویس خیلی نگران بود از این که در حاشیه هست، یعنی مذهب سنی در حاشیه هست، از تمام منطقه افغانستان کنونی بگیر تا سیستان و بلوچستان تا جزایر و سواحل خلیج فارس و بعد بخش موصل و نینوا که اون موقع جز ایران بود، کرکوک و خانقه و اینها همه سنی بودند، آیین سنی داشتند و در درون ایران هم کم و بیش مردم سنی مذهب بودند. این خیلی ناراحت بود که در حاشیه قرار گرفته و دلش میخواست یک تعدیلی در وضعیت ایجاد بشه، یا نه خیلی هم متأسف بود، دلش میخواست که آیین و روش خودشون پیاده بشه، یعنی از شیعیگری بیاد به سنیگری، یا نه یک توازنی برقرار بشه. چرا؟ چون جلوتر شاه اسماعیل صفوی که بنیادگذار سلسله صفوی بوده در سال 1500،
یعنی سال یه بسیار مشخصه، روشنه، عدد به اصطلاح غربی‌ها رونده. آمد مذهب رسمی رو مذهب شیعه کرد. سنی‌ها در اینجا تحت فشار بودن. این آقای میرویس خیلی ناراحت بود. آمد از حکومت سرپیچی کرد. یک استانداری اونجا بود، استاندار از قضا گرجستانی بود، شاهزاده هم بود، به نام گرگین خان. این آقای گرگین خان آمد میرویس رو کت بسته فرستاد به اصفهان نزد شاه سلطان حسین. میرویس آدم بسیار زرنگ و هوشیاری بود، آمد در دل شاه راه پیدا کرد و با شاه خیلی رفیق شد، با سفیر روسیه در اصفهان هم خیلی رفیق شد. زمزمه کرد که زمینه جدایی بخشهای از ایران رو از طریق روسیه فراهم بکنه، چون دلش خون بود از بودن حکومت مذهبی شیعی. و اون سراها شد، اون سفیر زمزمه ایجاد کرد برای جدا کردن یه بخش مهمی از ایران که بعدها دیدیم که 17 شهر و 57 بخش و بیش از 1500 آبادی، پارچه آبادی و روستا و این از ایران جدا شد و قفقاز و خیلی جاها پیوسته شدن به روسیه. این آقای میرویس آمد از شاه سلطان حسین اجازه گرفت به مکه، ولی قصد دیگری داشت. رودکی شعر زیبایی داره، میگه روی به محراب نهادن چه سود، دل به بخارا و بتان طراز، ایزد ما وسوسه عاشقی از تو پذیرد، نپذیرد نماز. کعبه کعبه دله، کعبه تظاهره، کعبه دله. نمونهشو میبینیم، حاجی های شهید شده در مکه، اینها اگر میدونستن شهید میشن، باور بکنید آقای سوربی هرگز برای پیوستن به خدا نمیرفتن، یعنی لقاء الله اونجا لحظش از زیر دست و پا، این کار نمیکردن. کعبه کعبه دله، حاجی به راه کعبه رود، این راه دین است، خوش میرود، اما راه مقصود نه این است. حاکم کازرون برای سعدی نوشت میخوام برم مکه. حاکم اون موقع بعد از شاه بالاترین قدرت بود، مثل مثلا خانها در قرن بیستم در ایران بعد از شاه بالاترین قدرت بوده و جلوتر. البته سعدی پاسخش میده حاجی تو نیتری، شطر است، از برای آنک بیچاره بار میبره و خار میخورن، گاوان قرار باربردار به زادمیان مردم آزار. خب سعدی بوده، سعدی پشتوانش قوی بوده، پادشاه میشناختش، خودش از خانواده بزرگ بوده و بینشور سیاست بوده، نصیحت الملوک نویس بوده، از این دارد با بی‌پروایی و دانش خودش این نامه رو به حاکم کازرون می‌نویسه. اگر حافظی بیچاره بود خود این کارو نمی‌کرد، ولی چون حافظ خودش شاگرد نوا بود، جایی هم نرفته بود، یه بار رفت یأس فکر جهان به هم خورده و اون شعر معروفو نوشت که دلم از وحشت زندان سکندر بگیره. بر این آقای میرویس میره مکه، اونجا از رهبران مذهبی فتوا علیه شیعیان می‌گیره، یعنی کشتن شیعیان حلاله، و برمیگرده اصفهان. از اصفهان برمیگرده به این خودش، در اونجا حاکم گرجستان آقای گرگین خان پیغام براش میده که فردا یا پس فردا مأمورین میاد و تو باید دستگیر کنن بیارن به خدمت من و من تو رو گوشمالی بدم به لحاظ کارهای خطا و رفتی پاسارم گول زدی. آقای میرویس بلا فاصله به حاکم پیغام میده که نه، من دخترم رو بهت میدم، و دعوتش میکنه به باقی در قندهار بیرون شهر. اما یه دختر دیگه برای گرگین خان میفرسته به بهانه ازدواج با گرگین خان. گرگین خان و چند نفر که میرن اونجا، اینها آدمهای رو در کمین داشتن، میریزن بر سر استاندار یعنی حاکم، و آقای گرگین خان و همراهان رو میکشن. لباس گرگین خان رو هم به تن میکنه و میاد اعلام میده علیه حکومت مرکزی. خیلی خوب، مرگ مجالی بهش نمیده و میمیده. پسر بزرگش ببخشید قندهار رو میگیره، ایالت قندهار رو برای نخستین بار در سال 1709 میگیره، یعنی اون زمینه جدایی افغانستان از ایران شد سال 1709. پسرش میر عبدالله بر سر کار میاد. میر عبدالله آدم منطقی بوده، میگه ما که زورمون به دربار و حکومت نمیرسه، حکومت مرکزی، ما فقط یک ایالت هستیم به نام قندهار، بهتر باشه از صلح بکنیم. و نامه می نویسه رسما به پادشاه که ایالت ما تابع ایالت مرکزی هست و ما خراج گذاریم و پدر من یک اشتباهی کرده، بر پادشاه که ببخشه. چند سالی می گذره، برادر کوچک آقای میر عبدالله به نام محمود، میر محمود، همین محمود افغان که در تاریخ نوشتن که غلطه، که باید بنویسن محمود غلجایی از ایل غلجایی قندهار، یعنی با اون کارشون رسما افغانستانو در تاریخ نشون دادن که از ایران جدا بودی با دو ملت جداگانه و حالا که یک ملت هستن با یک پیوند فرهنگی،
آقای محمود حمله میکنه به پایتخت، گله به گله تمام نکات رو میگیره، میرسه تا به اصفهان و در تاریخ خوندیم که چه بلایی بر سر ساسدون سین آورد. آمد کاخ و یک بار در تاریخ بشر اتفاق افتاد. آقای شاه ایران تا نزدیک استخ به استقبال ایشون رفت، تا نزدیک حوض دربار و تاج از سرش در آورد، گذاشت بر سر محمود غرجایی و گفت تا به الان خدا خواسته که ما پادشاه باشیم، از این ساعت خداوند فرحش نصیب شما شده. سلطان محمود هم دستور داد سی و یک نفر از بچه های دربار رو آوردن کنار حوض سر بریدن، ولی شاسدون سین رو بخشید، گفت چون تاج به من دادی و تاج بخشیدی، از این ساعت در کنف حمایت ما هستی. زنان دربار هم با خودش برد جناب آقای سربی و اون زمینه شد برای جدایی افغانستان از ایران. بعدها احمد خان عبدالی درانی در حکومت شاه طهماسب به دوم صفوی 10,000 افغانی زیر نظرش بود که یکی از لشکریان شاه طهماسب دوم بود. وقتی شاه طهماسب دوم وسیله شوهر خواهرش نادر شاه برکنار میشه و تبعید میشه به خراسان، علتش هم شکست جنگ عثمانی بوده و نادر اینو بهانه کرد که برادر زنشو خل بکنه و به جاش بنشینه، همین آقای احمد خان درانی عبدالی یکی از فرماندهان لشکر نادر بود. شبی که نادر کشته میشه، الماس کوهنور بر میداره و با 10,000 نفرش میره افغانستان و اونجا بنیاد سلسله پادشاهی افغانستان رو پیریزی میکنه. یعنی محمد ظاهر شاه ساکن ایتالیا که چند سال پیش در افغانستان رفت و مرد، از خاندان همون آقای احمد خان عبدالی درانی هست و این الماس دریای کوهنور هم بخشیده شد به چارلز سوم پادشاه انگلستان، که پادشاه انگلستان زمینه پادشاهی احمد خان عبدالی و خاندانش رو در افغانستان فراهم بکنه و اعلام استقلال برای جدایی افغانستان از ایران به نام یک کشور مستقل در 300 خورده سال پیش برنامه ریزی بشه. امیدوارم پاسخ متقاضیان عزیز رو در این زمینه داشته باشم که اساس کار از مذهب پیدا شد. ساسدون حسین مذهب شیعی و تعصب‌آلود داشت. آقای محمود افغانی، محمود غلجایی و پدرش هم تعصب مذهبی شدید سنیگری داشتن و این دو به جان هم افتادن. بر سر شیعی سنی تا حالا شاید میلیون ها که به نظرم میلیارد هم اگر تاریخ درست بررسی بشه تا به حال کشته شده و از بین رفته. بنابراین اون قانون اساسی که جدایی دین از حکومت درش هست، به گمانم اصل 250 باید باشه و به ویژه مسئله لایسیته، یک قسمت بخش مهمی از این جنگ سنی شیعه و خرابی مذهب رو به آبادانی و ترمیم برده برای نجات و راه فلاح و رستگاری مردم ایران. بسیار ممنونم از شما. از دوستان عزیز خواهش میکنم که یا مستقیما با شما تماس بگیرن یا با تلویزیون مردم اگر پرسشی دارن و نظری دارن درباره برنامه های شما. خواهش بزرگتری داریم که دوستان سپورت کنن، حمایت کنن تا این برنامه ها ادامه داشته باشه. آخر هفته خوبی باشه. ممنونم که فرمودید که آگهی بدیم و برای برنامه ها و بعد سپورت بشه. یک مژده رو میخوام بدم برای بازگشایی دوباره جبهه، یعنی جبهه رهایی و بازسازی ایران که 34 سال پیش به نام سازمان هماهنگی هواداران مشروطه پادشاهی بود، که البته یه توضیح کافی در این زمینه خواهم داد. دیروز دوست دانشمندم در این زمینه از من پرسیده بود تلفنی و چند نفرم در این زمینه از من خواستن، مخصوصا برای مسئله پادشاهی در ایران، که آیا من 100% مصمم بودم برای بردن خاندان پهلوی در ایران. خواهش میکنم که هفته دیگه حتما شنونده این گفتار باشید که به طور مختصر و فشرده یک توضیح از این آدم آواره ولی آزاده بشنوید که نه اینطور نیست، نه نه، من آنم که در پای خوکان نریزم، به قول منوچهری دامغانی شاعر بزرگ پیش از فردوسی، من آنم که همزمان تقریبا با رودکی، همزمان با عنصری،
من آنم که در پای خوکان نریزم من این در شهوار لفظ دری را. در شهوار لفظ دری من به پای ملت ایرانه، نه به پای فرد، نه به پای خانواده، هرگز و هرگز. این است که امیدوارم هفته آینده یک وعده رو بدم. اولا کتاب مشروطه به زودی آماده برای انجام کار میشه، در معرض قضاوت همیهنانم قرار میگیره. اگه خاطرتون باشه جناب سوربی، سه هفته پیش من قول داده بودم که حتما مشروطه رو که آقای سوربی چند بار از من پرسیدن که فسادش از کجاست و تباهیش از کجاست، کم و بیش توضیح داده بودم در کتاب مشروطه دشمن آزادی، که هم قانون اساسیش بررسی شده و هم چگونگی مشروطه پیدا شدنش. امیدوارم تا دو سه هفته دیگه در معرض قضاوت همه همیهنان قرار بگیره. تا به حالا رسم بر این بوده، من هرچی کتاب فارسی نوشتم با سرمایه خودم ماشین شده، چاپ شده و پست شده. احدی در جهان هستی دیاری دیناری به من در این زمینه و در زمینه سیاسی کمک رسان نبوده. اگر 26 دفعه به هم درست شد، به قول یک برنامه گذار تلویزیون پارس که غرض داشت از من پرسید که آقای دکتر احمدی، این بزرگترین و گسترده‌ترین سازمان سیاسی خارجی از کشور چطور شد که در عرض یک هفته از هم پاشید؟ خیلی خوب، به گفته نمیدونم کدوم شاعر، زدست توهی، سعدی بزرگواره، زدست توهی بر نخیزد امید، اگر برکنی چشم دیو سفید، یا همین منوچهری دامغانی داره میگه ز دو چیز گیرند مر مملکت را، یکی پرمیانی، یکی زعفرانی، یکی زر نام ملک برنوشته، دیگر آهن آبداد یمانی. ببیشه در جهان امروزه قرن 21 علال خصوص امریکا حرف اول به آخر پول میزنه. اگر امکانات مالی میبود، هم جبه بلا فاصله ترمیم میشد و 26 دفترش تبدیل به 46 دفتر میشد و همین قانون اساسی سالیان پیش در معرض قضاوت همگان برای سرنوشت آینده مملکت پایه‌ریزی میشد و در معرض قضاوت قرار میگرفت. یارگیری و هموندی به گفته خودم و به گفته همیهنانم عضویت برای جبهه رای و بازسازی ایران و بازگشایی دفتر جبهه، امیدوارم هفته آینده این مژده را داده باشم در برنامه تیوی مردم، حتما فرم متقاضیان و آگهی خواهیم داد. بسیار ممنونم، به امید دیدارتون و به امید روزهای بهتر. سپاسگزارم از شما، از همه همیهنان گرامی در هر گوشه دنیا، به امید آزادی، سربلندی ایران و خوشبختی نسل‌های آینده. ما که از جوانی بهره نبردیم، آواره شدیم، نمیدانم شاید سرنوشت اینجوری بخواد، اما یه مقدار سرنوشت هم دست خود آدمی هست. اگر خیلی ایدئالیست باشیم، از زبان خداوند گفتن از تو حرکت، از من برکت، ما این حرکت رو باید بکنیم تا منتظر برکت خوب هم باشیم. بسیار ممنون، شاد و خوش باشید، با بهترین ها برای شما و همیهنان گرامی. ممنونم از شما. دوستان عزیز، با آقای دکتر نصر احمدی بودیم از کالیفرنیا. ایشون نویسنده کتاب قانون اساسی هستن. کتاب قانون اساسی رو میتونید از روی وبسایت خود ایشون یا دوستشون درست کردن، یا اگه براتون مشکله با ایمیل مردم تیوی تماس بگیرید، براتون اون کتاب رو به وسیله ایمیل ارسال خواهم کرد. ساعت 3:58 دقیقه است. باز هم ازتون میخوام که اگر امکان مالی دارید تلویزیون مردم رو حمایت کنید، و اگر برنامه های دکتر نصر احمدی رو مایل هستید که ادامه داشته باشه، برنامه های ایشون رو حمایت کنید، که یکی از دوستان دو تا برنامه رو به اصطلاح حامی شده بود که ما اون دو برنامه رو هفته گذشته و این هفته به شما تقدیم کردیم، از ایشون هم کمال تشکر رو داریم. تا یک دقیقه دیگه برنامه آقای حسن ارشاد از ایران شروع میشه، و شما هم اگر پرسشی نظری دارید میتونید با ایشون مستقیما یا با تلویزیون مردم تماس بگیرید، پیام بذارید، ایمیل بفرستید، با فیسبوک تماس بگیرید، به شما هم پاسخ داده خواهد شد توسط ایشون. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکر. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، به امید دیدار شما روز دوشنبه. روز روزگار بر شما خوش.